بینندگان عزیز سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در انتظار اوقاتی بهتر باشید. امروز جمعه است، 13 یا 12 آبان، 12 آبان ماه 1396 برابر با 3 نوامبر سال 2017 میلادی. امروز در برنامه درباره این موضوعات صحبت میکنیم. ممنونم از اون دوستی که گفت دلیلی که شما وقت کم میاری اینه که حتی در قسمت خلاصه موضوعات یه چیزایی رو باز میکنی. پس امروز سعی میکنیم فقط یک خط بگیم، بعدا در قسمت مشروع به شرح ماجرا بپردازیم. بیاین تمرین کنیم این عادت زشت آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، خانم مهندس گفتن رو کنار بگذاریم و خیلی خودمونی تو آمریکا تا با یکی آشنا میشی روز دوم سوم اگه بهش گفتی سر یا گفتی مستر میگه که به من لطفا مثلا بگو جین، بگو جان و الی آخر. ترامپ شارلاتان و کسانی که هنوز هم ایشان را باور دارند، در این مورد صحبت میکنیم. آیا شما هم از سوزن زدن می ترسید؟ البته اینم یکی از اشتباهات دیگه است که توی دستور زبان فارسی را افتاده، منظور سوزن خوردنه نه سوزن زدن، چون سوزن اون طرف میزنه، من و شما سوزن رو نوش جان میکنیم. مدارک قدیمی دانشگاه منچستر گنجینه‌ای منتشر کرده و به طور رایگان در اختیار من و شما قرار داده. دوشنبه با آقای تیمسار قرار شد دکتر رو اینا نگیم، تیمسار رو نگیم، قرار هست که با آقای دکتر اصلا نمیشه، رفته تو خونمون این عادت زشت. بیچاره رضا شاه هم سعی کرد که میرزا و شاه و شازده رو برداره، بعد دیدیم خودشو کردن کبیر، پسرشو کردن ذلیل آریامهر و اصلا کارمون خرابه. دوشنبه با آقای امیر هوشنگ آریانپور خواهیم بود. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید بنویسید، پیام بذارید تا با ایشون روز دوشنبه به احتمال زیاد حضوری صحبت کنید، چون من به ایشون گفتم اگر براشون مشکله که رانندگی کنن بیان اینجا به اصطلاح با اسکایپ، ولی ایشون گفت که نه، من روزا راننده خوبی هستم و میان اینجا با شما خواهند بود. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای منصور تایید، هنرمند، هنرپیشه، کارگردان، کمدین خواهیم بود. خدا هم این یه روز به همه هنرها رو داده، فردا که نوبت ما شده گفته دیر آمدی تمام شد. و اما تظاهرات ایران، ویدیویی هست میگه اسلام را پله کردید، مردم را زله کردید. من اصلا نمیفهمیدم اولش چی میگه، 2-3 بار که گوش دادم متوجه شدم. پیام آقای خسرو بهرامی رو براتون میذارم و به صورت مجازی و غیابی با ایشون یک مصاحبه میکنم. امیدوارم این بار ایشون منظور من رو درست متوجه بشن. و اما یهودی ها مال ایران بودند یا یهودی ها مال ایرانی ها بودند، 6 نفر در تورات اسمشون گفته شده که همه ایرانی هستند، در این مورد هم صحبت میکنیم. و اما بیچارگی مردم کم بوده که حالا این ماجرای پولهای سپرده هم، البته من به نوبه خودم از روز اولی هم که اینا گفتن آقا اگه میتونی یه 10,000 دلاری بذار تو ایران 25% بهت سود میدن، گفتم آخه از کجا میارن، میذارن تو کدوم شرکت، تو کدوم مؤسسه؟ آقا دارن خونه سازی میکنن. گفتم بابا اینجا میگه 1%, 2%، و در اصل نمیدونم، به نظر من خود اینها هم مقصر بودن. و اما پیام بیننده مردم تیوی درباره پست کردن به ایران براتون پخش میکنم. یک ویدیویی هست، ورزش کنید و احتمالا ورزش کنید با دوستان. میدونید که میگن اگه تنهایی تصمیم بگیرید ورزش کنید معمولا موقعش که میشید تنبل میشی و نمیری و اینها، با دوستان بهتره. ویدیویی داریم در این مورد نشون میدیم. چرا حرف X یا تو ایران میگفتیم X را برای به اصطلاح مجهول استفاده میکنن، هم در ریاضیات هم در گفت و شنود میگیم آقای X، البته خانم ایگرگ هم میگه.
و در اون مورد هم توضیح میدم. تقلب هیلری کلینتون در انتخابات دموکرات ها، خانمی که دستن در کار انتخابات هیلری کلینتون بود و اینها، کتابی نوشته و توی اون کتاب به اصطلاح از این تقلب پرده برداشتن که حقیقتا باید برنی سندرز برنده می شده و اگر برنی سندرز برنده می شد مقابل دونالد ترامپ شانس بیشتری داشت، چون خیلی از اینایی که برنی سندرز رو می خواستن بعد که انتخاب نشد بر علیه هیلری کلینتون رفتن به ترامپ رای دادن. دوستان ناگفته نماند که با همه اینها، با همه این سوء استفاده هایی که حالا دیگه امروز می گفت 150 میلیون آمریکایی این آگهی ها رو دیدن، تعداد رأی هیلری کلینتون 3 میلیون بیشتر بود، چیزی که از سیستم انتخاباتی آمریکا جوری هست که آقای ترامپ برنده شد. پیام بیننده ای رو از اصفهانی رو نمیدونم از کجاست براتون پخش میکنم که درباره بهائیت هست، ولی چون در رابطه با مهمان امروزمون آقای منصور تایید سوال کردن، توی برنامه ایشون اون رو پخش خواهم کرد. نواری هست، ویدیویی هست، دختر کوچولویی رو نشون میده که با سنتور سرود ای ایران را می نوازد، بسیار قشنگه. بعضیا به اشتباه به سرود ای ایران میگن سرود ملی. دوستان سرود ای ایران هیچ وقت سرود ملی ما یا نشنال انتوم نبوده و این یکی از اشتباهات بزرگ شاه و اطرافیانش بود. و 50 میلیون تومان یک جوان ایرانی را نجات میده، تقسیمش کنید بر 4000 تومان تا ببینیم چند دلار میشه و امیدوارم که دوستان کمک کنن این جوان رو به اصطلاح از این وضع به اصطلاح مشقت بار نجات بدن و من هم حاضرم یه مبلغی رو کمک کنم. درخواست و پیشنهاد پلیس به موتور سوار بدون کلاه که میگیرتش، با وجودی که زن و بچه و اینها روی موتور بودن، ولی بهش جریمه نمیده، فقط بهش یه پیشنهاد میکنه. در امروز میتونیم خوشحال باشیم چون صبح آقای ترامپ سوار هلیکوپتر و بعدم هواپیما و رفت به طرف هوایی که هوایی بشه. وقتی رسید اونجا یه روزی وای میسه که و میدونی 6 ساعت اونجا با اینجا اختلاف داره، این آقا هم 71 سالشه، باید بدنش عادت کنه به حالا هواپیما اینا وقتی سوار میشن از سونا و نمیدونم حمام و ماساژ و همه چی دارن، ولی با همه اینا چون آقا خستش میشه اونجا باید یکم بمونه تا ساعت بدنش با ساعت اون قسمت هایی که میخواد بره مثل چین، کره جنوبی، ژاپن، اینها به اصطلاح تنظیم بشه. امیدوارم گند نزنه، حالا باید صبر کرد و دید. یه خبر خوشحالی دیگه که امروز اتفاق افتاد، توییتر ترامپ از کار افتاد و به قول آمریکایی‌ها ییها، این آمریکایی‌ها از قدیم وقتی خیلی خوشحال بودن کلاهشون رو برمی‌داشتن و روی اسب ییها میگفتن، حالا نمیدونم ما به فارسی چی میگیم. و اما در قسمت دوم فیسبوک رو نشون میدم که مثلا از پریروز تا حالا 1748 تا pending items، والا این pending اینجا یعنی به عنوان معلق بودن، همینجوری فعلا منتظر بودن. مثلا شما پول میذاری تو بانک مینویسه که دروغه، قبلا گفتن همون موقع باید کش بشه، مینویسه pending، بستگی به مبلغش میگه یه روز، دو روز، سه روز، بعضی وقتا تا 9 روز. و اما برنامه شماره 153 حسن ارشاد از ایران، نکاتی پیرامون تعطیلی بهایی نیوز، خیلی خوب شد امروز من تو 9 دقیقه تمام اینها رو گفتم به اضافه موضوعات دیگه‌ای که باید نگاه کنید برنامه رو و ببینید. دوستان ازتون خواهش میکنم که بعد از برنامه ها چه با تلفن، چه با تکست، چه با ایمیل، چه با پیام گذاشتن و رو فیسبوک و اینها نظرات خودتون رو هم بگید و به قول معروف میگن پسیو نباشید. و اما تا
تمرین کنیم این عادت زشت دکتر گفتن و مهندس گفتن رو از بین ببریم. این هیچ جوری امکان نداره به جز اینکه از امروز به هر کسی که تا دیروز میگفتیم دکتر، امروز بهش بگیم آقا یا خانم. بعدم اگر صمیمی هستیم فقط اسمشون رو بگیم، دیگه کاری به فامیل هم نداشته باشیم. و ببینید من این یه ایمیلی که الان برام فرستادن چی هست، یه وقت نگن آقا صدا و اینها نداری. اجازه بدید از دوستمون آقای سیاوش لشگری تشکر کنم و نشریه های ایشون رو بهش گفتم هر وقت چاپ کردی، چون ایشون هم همشهری ما هست و من نشریه هاشون رو بعضی وقتا میخونم، نشریه هاشون مقاله های خوبی داره. بعضی وقتا دیگه از ترس اینکه از این وره بون نیفتن پایین، عقب عقب میرن از پشت بون میفتن پایین. این داداش من از پشت بون افتاده پایین و یک ماه اینجا، یعنی یک کاتی بزرگی هست و جالبه. در هر صورت آقای سیاوش لشکری و نشریه بیداری رو هم حمایت کنید هم باهاشون در تماس باشید. بریم سراغ این نوشته ها ببینیم که ترامپ شارلاتان. چرا من میگم شارلاتان؟ چون وقتی برنامه اون روز رو گذاشتم گفتم که اینهایی که به ترامپ رأی دادن یا بهش باور دادن دارن، چون میدونی خیلی ها تو ایران و این برور هستن، اجازه رأی دادن در آمریکا رو ندارن ولی بهش باور دارن. اینها آدمای ساده لو، نئیو و خوبی هستن یا آدمای کم سواد و نادان؟ نظرات گوناگونی بوده و نوشتن و اینها، بعضیا به شوخی نوشتن هر دوش، بعضیا نوشتن هر سهش. یادمه تو ارتش بعضی وقتا وقتی سربازان ناراحت بودن، خوراکی کم بود، چیزی کم بود، رژه که میرفتیم وقتی که اون سرهنگ رو میگفتن سرکار، وقتی از سرهنگ بالاتر میرفت میگفتن تیمسار، و رسم بر این بود که اون مثلا میگفت که پادگان خیلی خوب یا گروهان خیلی خوب یا گردان خیلی خوب، با هم از این ور یه پای محکم میزدیم میگفتیم سپاس تیمسار، سپاس سرکار فلان. وقتی جوونا عصبانی بودن میگفتن ستاش. حالا دیگه خودتون ببینید یعنی چی. در هر صورت اینم خاطرات ارتش و ماجرای ترامپ. اگه من میگم شارلاتانه، ها دیدم یکی از دوستان نوشته بود آقا این آقا آقای باسوادیه، این آقا آقای باهوشه. دوستان اولا این مسئله باهوش بودن رو ما توی فرهنگمون یه مقداری غلط جا افتاده. مثلا یه نفر که باباش گذاشتتش ریاضی خونده، سه تا معلم براش گرفته، هر روز خودش باهاش کار کرده، میگن آقا این آدم باهوشی. نه آقا، ممکنه یه روستایی بدبختی اگر همینقدر بهش وقت گذاشته بودن اون نابغه بود، اصلا معادلاتی رو که تا امروز کسی حل نکرده اون برای من و شما حل میکرد. این یکی از هوش. درباره ترامپ دوست عزیز، آقای ترامپ شاگرد خوبی نبوده توی آمریکا. متاسفانه جورج بوش شاگرد خوبی نبوده توی آمریکا. اینجوریه، خود من یادم پسرم میخواست بره یه دانشگاهی، خب چون من و خانمم اینجا دانشگاه نرفتیم، چون ما جزء آلمنای اینجا نیستیم، نام نوشتن من و اون فایده نداره. یه همسایه داشتیم که مثلا توی همین پرینستون کجا بود اونجا، برمیداره یه نامه مینویسه، و وقتی نامه مینویسه طرف، اونا میبینن که بله این از یکی که داره پول میده به دانشگاه نامه نوشته، باورتون میشه دیگه مساوات از بین میره، این میره بالاتر. حالا مثلا شما اگه میبینی آقای رضا پهلوی رفته نمیدونم دانشگاه کالیفرنیا برای اینه که مادرش یه پولی داده بوده اونجا، بعدم دانشگاه رفتن تو آمریکا خیلی هم مهم نیست، بالاخره این یکی نری میری اون میری اون. اینم آقای ترامپ رفته و کسی که یه جا با شما موافقه. بیشتر این آدمای شارلاتان آدمای زبل و باهوشی هستن. چیزی که هست هوششون رو در راه بد استفاده میکنن. یعنی اون کسی که به شما کلک میزنه، ماشین شما رو میخره، چک قلابی میفرسته، چک رو شما میبری میذاری بانک هم تشخیص نمیده، این آدم باهوشیه. ولی این پدر سوخته اگه رفته بود هوشش رو در راه بهبود زندگی خودش و مردم دنیا به کار برده بود خیلی بهتر بود. آقای ترامپ یه آدم شارلاتانه. همین امروز که من و شما صحبت میکنیم، دامادش، مشاورینش، دادستان کل کشورش و خودش اینجا
زیر بازپرسی هستم. و این آقایی که هفته پیش آمد گفت من خیلی باهوشم، من این مموریم خیلی خوب کار میکنه، امروز صبح قبل از اینکه سوار هلیکوپتر بشه ازش پرسیدن نظر درباره این آقایی که رفته با FBI داره همکاری میکنه و همه شما رو لو میده چیه؟ گفت من اصلا اینو نمیشناسم، من یادم نمیاد. حالا گوش کنی، دادستانشم همین روش رو پیشه کرده و هی میگه من یادم نمیاد. یه سناتوری ما اینجا داریم، این سناتور کمدین بوده، اتفاقا من باهاش عکسم دارم، آل فرانکلین، و این الان فکر سال 6مش 5مش هست و خیلی ها بهش گفتن بیا برای رئیس جمهوری سال 2020 بیا جلو. و این یقه دادستان رو گرفت روزی که دادستان میدونید پرزیدنت یا رئیس جمهور معرفی میکنه، اینا میان توی مجلس به اصطلاح یه سری سوال میکنن، بعد اونها میگن این میتونه دادستان باشه. مجلس الان چون همش ریپابلیکنه و ترامپ هم از طریق ریپابلیکن ها رفته رئیس جمهور شده، هرچی اون بگه اینا احمقا انجام میدن. ببخشید، تا حدی که مثل شاه اگه به یک کسی میگفته زنت رو بیار، اون فکر میکرده چه افتخار بزرگی زنش رو میبرده، این فکر کنم اگه ترامپ به یکی از اینا بگه زنت رو هم بیار، میگن ببین امشب به جای این خانمه که مدله میخواد با تو بخوابی، بی برو عزیزم، برو خودتم خوب تمیز کن، بی برو اونجا. اینا اینجوریه. به همین خاطر با وجودی که فرانکلین آل فرانکلین ثابت کرد که این آقا داره دروغ میگه، سناتور سیشن جوزف جف سیشن یا جوزف سیشن، باز انتخاب شد و موقعی که انتخاب شد به دروغ گفته بود که من هیچ دیداری ملاقاتی با اعضای روسیه و اینها نداشتم و الان معلوم شده یکی پس از دیگری این داره دروغ میگه، اونم همین روشو میگه من یادم نیست. و آل فرانکلین دیروز گفت خب اگه یادش نیست نشون میده که این آقا نباید سر این شغل باشه، چون کسی که اینا همشون میدونید وکیلن، بیشترشون وکیلن، کسی که وکیله، کسی که دادستانه و اینها، این وقتی یه ماجرایی میگن من و شما که یه شهروند معمولی هستیم، یه دفعه میان یه جا میگیرنمون میگن که الان برای خود من اتفاق افتاده، ما یه ماشینی رو رفتیم یه دهی یه ساعت و نیم از اینجا، وقتی داشتیم میمدیم خراب شد، وایسادیم کنار جاده، اینجا رسمه یا یه کاغذ مینویسی میذاری از جلو شیشه یا یه دستمال آویزون میکنی به در ماشین، معمولا من یه نوت مینویسم میذارم جلو شیشه که مثلا این ماشین اشکال پیدا کرده ما رفتیم مکانیک بیاریم. ما رفتیم، وقتی برگشتیم دیدیم دوتا نمرش رو دزدیدن بردن. ما اول فکر کردیم پلیس برده، پلیس نمیاد نمرتو ببره، پلیس میاد اول ورنینگ مینویسه، مینویسه این ماشین رو تا 24 ساعت اگه از اینجا نبری بهت تیکت میدم، تیکت اگه داد نبردیش صدای یه توتراک میزنه که بیان ببرنش، دلیلش هم اینه، میگه تو اینجا نگه داشتی، درسته که کنار جاده است ولی شب اگه یکی داره میره ماشینش خراب شد خواست بیاد کنار میزنه به تو، تصادف میشه. بمانه، ما بر اساس تجربه‌ای که دارم و این روزا زندگی کردن تو آمریکا خیلی مشکله، یعنی باید حواست باشه، فوری صبح دوشنبه رفتیم DMV، گفتیم که این رفتم اداره پلیس، اول رفتم شریف، اونجا ژاندارمری داره، شریف داره، گفتم که این ماشین اینجوری و اینا، گفت نه ما گزارشی نداریم، تیکتی هم ندادیم. خندید گفت ما حتی نیرو کم داریم که بریم توی قسمتایی که آدما زندگی میکنن، حالا دیگه بیان تو جنگل و اینها. گفتیم اوکی. اومدیم به پلیس خودمون، همین پشت خونه ما بیمارستان هست و اونورش هم پلیس، به پلیس خودمون گفتیم که این تگای ما دزدیده شده چه کار کنیم، گفت بهترین کار همینه که انجام دادی، ریپورت میکنی بعدم میری DMV نمره جدید میگیری. حالا شما اینو داشته باشید، همون کسی که اومده اینو دزدیده رفته تو واشنگتن تیکت گرفته، منی که اصلا شننده ها بودم، این تیکت گرفته، تیکت اینجام 150 دلار، ندی میشه 300 دلار. اینو میخوام بهتون بگم، برای شما نامه میاد که آقا تیکت گرفتی، من یه دوستی دارم میگه آقا برای من نامه میاد 10000 دلار بدهکاری، به خانومم میگم بده بره من حوصله آیارس ندارم. گفتم خب شما قراردادهای میلیونی داری ولی برای من 150 دلار که میاد اول میرم تقویممو نگاه میکنم ببینم من اون روز کجا بودم، چه کار انجام دادم و چی شده. خوشبختانه ما این کارت پلیس و کارت DMV و اینا رو داشتیم و جالبه اون کسی که دزدیده عین همون ماشین ما
پلیس گفت اینا مثلا اگه لکسس رانندگی میکنن، موقعی میخوان برن یه جرمی مرتکب بشن دنبال یه لکسس میگردن، نمره اونو میدوزن، که اگه پشت یه چراغ خطری، میدونید پلیس همونجوری که نشستن چراغ چیز شما رو میزنن تگتون رو ببینن دادگاه نخاطتون، خانمتون شکایت نکرده باشه، پول بچه نداده باشی، چایلد سپورت نداده باشی، المونی نمیدونم نداده باشی اینا، و وقتی ببینه مثلا این نمره ماشینه مال جیپه ولی روی لکسسه، خب میگیره، ولی اگر مال جیپ باشه روی جیپ باشه اونی که دزدیده نمیگیره. در صورت اینم از این یادتون باشه، یه ژورنال کوچیک یا یه تقویم بنویسید. من اون وقتا وقتی از صبح میرفتم بیرون تا از 10 جا باد میرفتم، قشنگ صفحه به صفحه مینوشتم که اینجا بودم این ساعت اون ساعت. اگه ماشینی میزنید برای فروختن، اگه کسی میاد باهاش میرین تست درایو، که خب خودتون همراهش هستین، اگه ماشینو میدی فکر میکنی علی گواهینامه رو از گرفتی، بنویس چه ساعتی تا چه ساعتی آقای ایکس خانم ایگرگ رفته تست درایو کنه، مشخصاتشو داشته باشی و یه مقداری مشکل حواستون باشه. خب این دوستمون آقای همایون میگه کاش کی بقیه هم مانند شما پشتکار داشتن. خب یکی از اونها خود شما هستی، از خودمون شروع کنیم و ممنونم از شما. اتفاقا امروز در برنامه در رابطه با همین صحبت میکنم که ما ایرانی ها هنوز یاد نگرفتیم آقا خانم تلویزیون اینجا خصوصیه، تلویزیون خصوصی مثل رستورانه، طرف رستوران باز کنه همبرگر میفروشه، رستوران باز میکنه چلو کباب میفروشه. شما میتونی وقتی میری بگی چقدر خوب میشد شما که چلو کباب درست میکنی همبرگر هم بفروشی، که من بچه هام که همبرگر میخورن همینجا که میایم هممون با هم خوراک بخوریم. تو آمریکا رسمه بعضی هم میرن از رستوران از فروشگاه بغلی مثلا هات داگ میگیره، میاد با پدر و مادرش میشینه اینجا چلو کباب میخورن، دیزی میخورن و هیچ عیبی نداره. در هر صورت میتونی پیشنهاد کنی، ولی نمیتونی بگی آقا ببند چلو کبابی تو همبرگری باز کن. متاسفانه دوستان ما اینجوری هم، من جمله آقای خسرو بهرامی، من حداقل 100 بار با آقای خسرو بهرامی گفتم آقا این چیزی که در حد توان من هست، در حد سواد من هست، در حد دانش من هست. یه دفعه شما میای آقا چرا از پناهنده ها صحبت نکردی؟ آقا تو بیا صحبت کن، چقدر از دیگران انتظار داری؟ بعد یه نفر که منظمه پشت کار داره به قول دوستمون آقای مبصری میاد، میخوایم انقدر بار بزنیم رو کمر این تا این خرد بشه. چرا؟ ما خیلی زرنگی، ما اون موقع داریم پول میسازیم، این احمقه، این به فکر پول نیست، من زبلم، به فکر پولم، هر وقتم مشتری نباشه میشینم سوربی رو نگاه میکنم میشینم ایراد میگیرم. دوست عزیز گرامی، چند سال منو میشناسی؟ من با آقای مصطفی زاده گفتم بیا برنامه داشته باش، با آقای چمنارا گفتم بیا برنامه داشته باش، با آقای ارشاد گفتم بیا برنامه داشته باش، به شما گفتم بیا برنامه داشته باش، رضا شیرازی که اینجا بود بهش گفتم بیا برنامه داشته باش، اون دیوونه مجتبی آقا محمدی گفتم بیا برنامه داشته باش، حمید نجار گفتم بیا برنامه داشته باش، آقای چی بود این اسمش دیگه یادم رفته، خیلی حرف میزد جوونی بود تلویزیون های مختلف، بعضی هاش اصلا تحملش نداشتن، بهش گفتم بیا برنامه داشته باش. خب اینا اگه نمیان به من نباید بگن. همین آقای چمنارا امروز اتفاقا براش نوشتم آقا جون من تو برنامه‌م توضیح میدم، شما به من نگو درباره سر بریده کوروش صحبت نکن، من یک ساعت صحبت میکنم، شما بیا 23 ساعت درباره اصلا دو سر بودن، اصلا این ذوالقرنین یعنی چی میگن، چیز قرنین یعنی چشم، دو چشمی، چهار چشمی، چی میگن من نمیدونم. در صورت ممنونم دوستان، همین جوری که الان اینجا میبینید مینیسه، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، ما که دیوونه نیستیم یه چیزی رو الکی اینجا بنویسیم بعد که شما زنگ میزنی بگی من برنامه میخوام، بگم نه به شما برنامه نمیدم چون بهایی هستی. و من امتحانم رو توی 20 سال گذشته پس دادم دوستان، من اولین کسی بودم که با آقای ستوده مصاحبه کردم وقتی که این راجع به اسلام و سکس در اسلام کتاب نوشته بود، هیچ که جرأت نمی‌کرد. من اولین کسی هستم که با این آقای نیاک
تریتا پارسی مصاحبه کردم وقتی که جوانی بیش نبود و تازه اینجا تأسیس کردم. من اولین کسی هستم که وقت به دوستان کرد دادم به گواهی خودشون. اولین کسی هستم که وقت دادم به دوستان ترکی که حتی میخواستن تجزیه بشن، جدا بشن از ایران. آخه دیگه عزیز من، ما امتحان رو پس دادیم، شما بیا امتحان تو پس بده. شما میگی چرا فقط از مجاهدین و از شاه صحبت میکنی؟ برای که آقا وقتی من یه چیزی مینویسم، اون مجاهده حمله میکنه، اون شاه الله حمله میکنه، میشه یه برنامه برای آینده. حالا شما میگی گروه های مختلفی بودن انقلاب کردن، شما بیا بگو کی بوده. بعدم شما میگی دزدیدن، آقا کی دزدیده؟ اونا حماقت کردن رفتن زیر پرچم خمینی، خمینی گفت همه با هم متحده، چی میگن؟ متحد الکلمه یا یه چیزی اینجوری استفاده میکرد و اونا گولشو خوردن. کسی شاید شما درست میگی، چون اگه یه کسی هم گول بزنه یه چیزی رو از یکی بگیره، انگار که دزدیده از طرف، ولی نمیدونم. حالا هرچی هم بوده انجام شده. شما میگید حزب توده این کاری کرد، بیان برای مردم توضیح بدید. من اصلا حزب توده نمیدونم چیه. بابای ما یه زمانی یواشکی راجع به این صحبت میکرد، میگفت که صبح حزب توده اومد اینجوری کرد. هیچ وقت هم بابای من جزو هیچ حزبی نبود. میگو اینا همشون به یه جای وابسته هستن و بیچاره اینایی که گولشونو میخورن. آقا من نبودم، خبر ندارم. شما تو زندان شاه بودی، تو زندان خمینی بودی، شما وقتی اومدی اینجا پاتو من نشون دادی، جگر من کباب شد. حالا میخوای بیای اینجا؟ من و آقای انصاری گفتم، آقای انصاری گفت من با پایشون صحبتی ندارم، اگه سوالی دارن سوالاشونو مطرح کنن، من جواب میدم. دوست داری بیاین اینجا؟ آقای آریانپور دوشنبه اینجا هستن، شما بلندشو چهارشنبه، چهار ساعت میخوای حالا رانندگی کنی، بلندشو بیا. اصلا یه سری عکسم از فروشگاه و مغازه بگید بیار، گفته بودی میخوای مغازه و اینا رو بفروشی، بازنشست بشی، یه اینفومرشال کوتاه هم برات درست کنیم، به مردم بگو آقا من چند سال اینجا کار کردم، اینقدر درآمد داره این مغازه، اینقدر مشتری داره، بوک آف بیزینس یا باب رو به شما میدم. با همه اینها پیام شما رو بعد از آقای منصور تایید پخش میکنم و به صورت به اصطلاح غیابی با شما یک مصاحبه انجام میدیم در حد توان من. آقا این آقای دکتر ایران بومی حرف خوبی میزنه، میگه اونی که گفتن خواستن توانستن است اشتباه کردن، خواستن در حد توان توانستن است. آمریکایی‌ها یه جور دیگه میگن، آمریکایی‌ها میگن اگه بخوای راهشو پیدا میکنی. اینم البته یه جوری درست نیست. آقا من میخوام رئیس جمهور بشم، خب میگن راهش اینه که اول بری قانون آمریکا رو عوض کنی. آقای آرنولد شوارزنگر میخواست رئیس جمهور بشه، بهش گفتم تو نمیتونی باشی، تو اتریش دنیا اومدی، با وجودی که فرماندار کالیفرنیا بودی فقط تا اینجا میتونی بیای، دیگه نمیتونی رئیس جمهور باشی، رئیس جمهور باید اینجا دنیا اومده باشه. اینم خب یه اشکالیه. خیلی آمریکایی‌هایی که اینجا دنیا اومدن نه اندازه من و شما از قانون اساسی میدونن، نه اندازه من و شما این کشور رو دوست دارن، نه اندازه من و شما به قوانینش و آزادیش احترام میذارن. باور کنید ما با وجودی که ایراد میگیریم، ایراد شما از بچت هم ایراد میگیری، آیا بدت میاد از بچت؟ نه. چرا ایراد میگیری؟ صلاحش رو میخواد. ولی یه نفر تو خیابون داره میره فوش میده، بی تربیت، کاری به شما نداره، شما میگی گور پدرش، ولش میکنی بیا اینجا. اونایی که میگن آقا ولش کن کشش نده، اونا حقیقتا جزو این هستن. آقا گول پدرش ولش کن، چه کار ما داره. من و دیگران اگه ایراد میگیریم، هی نگن آقا اگه شما ایراد میگیرید از اینجا چرا آمدید اینجا برید فلان کشور. میگن خب شما شاه اللهیام اومدید اینجا برین کشورهای پادشاهی. ضمناً بنده نه کمونیستم نه چپم، چپ اصلا شما اشتباه، چپ بله، اونی که ایراد میگیره چپه. دلیلش هم اینه که همیشه کسایی که موافقن با حاکمیت در قسمت راست مجلس میشینن، اونایی که مخالفن در قسمت چپ مجلس میشینن. به همین خاطر میگن اینا مثلا لفتی هستن، چپی هستن. ولی تو ایران به ما گفتن هر کی چپیه کمونیسته. غلط، غلطن در غلطن در غلط. به امروز اینجا رسیدیم. دوستان مژده، 29 دقیقه از برنامه گذشته، سرتیترا و موضوعاتی که گفتیم چند تا مسئله رو هم عنوان کردیم. اینم از این. و خب دوشنبه رو گفتیم،
چهارشنبه هم آقای بهرامی اگر زنگ بزنی پیام بذاری بگی که میتونی بیای، من روز دوشنبه اعلام میکنم که چهارشنبه آقای بهرامی مهمون ما هستن. چهارشنبه قرار هست که ساعت 16:00 هم یک برنامه جدیدی داشته باشیم با آقای کوروش که ایشون کلیمی هستن، هنرمند هستن، ایشون رو سالهای سال هست من میشناسم، با کاراشون آشنا هستم و قرار بود هفته قبل بیان، گفتن یه هفته دیگه چون دارن دوستانشون رو آماده میکنن. و اما بریم سراغ این مقالهایی که اینجا هست و باید از روی کامپیوتر براتون بخونم. خب، اولین حضور یک زندانی سیاسی 88 در تلویزیون. یادتونه یه آخوندی بود، جوون بود، همش با خاتمی بود، یعنی یکی از مشاورای خاتمی بود، اسم این آقا فکر کنم محمد علی ابتهی بود. اتفاقا ما یه آقای ابتهی هم داشتیم تو شیراز، معلم بود یادش بخیر، این از همون قدم از قدیم سیبیلش هم اینجوری میکرد، از بس سیگار میکشید اینجاهاش هم زرد بود، بعد بچه ها میگفتن این تریاکیه، من والا خبر ندارم بشونم هم منقلش بودم نه، ولی دیده بودم که سیگار زیاد میکشید، احتمال زیاد چون همون موقع فکر کنم 50-60 سالش بود، 45 سال پیش دیگه، احتمالاً الان مگر اینکه تریاکش خوب بوده عمر طولانی داشته باشه که زنده باشه. اولین حضور یک زندانی سیاسی در تلویزیون، اجازه بدید ببینیم که این چی میگه. اینجاست کامرای 3، کامرای 3. یه دوستی دیروز زنگ زده بود میگفت شما چند بار تا حالا گفتید این برنامه رو خودتون یه نفره اجرا میکنید، حتی گفتید که دوستانی هم که در کار رادیو تلویزیونن گفتن باور نمیکنیم، یه بار میشه پشت صحنه رو نشون بدید؟ گفتم والا اگه یه کسی بیاد اینجا دوربین رو بگیره پشت صحنه، یا شاید یه دوربین بذارم این پشت نشون بدم، ولی حالا شما قبول نکن، قبول فکر کن که اینجا 14 نفر دارن کار میکنه. بله، این کاری که من انجام میدم تا چند سال پیش واقعا 14 نفر باید توی اتاقی مینشستن، توی استودیویی بودن، بعدن کمتر شد، شد 8 نفر، 6 نفر، 4 نفر، 3 نفر. امروز شما هم میتونید همین کار رو یک نفره انجام بدید. یه مقداری باید آموزش رو ببینید. بنده اینجا 2-3 تا کلاس رفتم، یکی کلاس گویندگی، یکی کلاس تهیه کنندگی، و یکی کلاس بهش میگن CG کامپیوتر گرافیک. و اون موقع هم که من رفتم همش اون موقع آی مووی بود، اولیش بود که اومده بود، و ای کاش من رفت بودم تو همون آی مووی. آی مووی مال کامپیوتر اپل. متاسفانه چون با تلویزیونای ایرانی کار کردم، تلویزیونای ایرانی همشون دستگاهاشون ویندوز بود و ما هم آمدیم و ویندوز عادت کردیم. سنم که رفت بالای 50، اون شعره دیگه درسته، سن که رسید به 50، بله فشار میاد به همه جا و پیچ مهره ها، دیگه عوض کردنش مشکله. اولین حضور یک زندانی سیاسی 88 در تلویزیون. محمد علی ابتهی فعال سیاسی اصلاح طلب که در سال 88 بازداشت شده بود و در آن سال برای طرح مواضعی به تلویزیون آورده شده بود، دیشب پنج شنبه اما با پای خود به شبکه افق رفت تا در برنامه مناظره با یکی از اصولگرایان مناظره کند. دوستان این یه جمله بود، جمله‌های طولانی باعث میشه طرف فعل و فاعل و مفعول اشتباه کنه، قاطی بنویسه، خواننده اشتباه کنه، متوجه نشه. حالا من یه قسمتشو برای شما میخونم. اینجایی که نوشته دیشب پنج شنبه اما با پای خود به شبکه افق رفت، مگه قبلش با پای دیگران به شبکه میرفته؟ مگه قبلش با زور میبردنش؟ مگه قبلش با صندلی چرخدار میبردنش؟ این یعنی چی؟ چون وقتی یه چیزی مینویسیم منظور داریم. من میخوام ببینم نویسنده این مجله آقای دارابزند که باشونم یه بار فکر کنم مسابقه کردن یا دو بار،
منظورش چیه؟ اما با پای خود به شبکه افق رفت تا در برنامه مناظره با یکی از اصولگران مناظره کند. به گزارش انصاف نیوز، آقای ابتهی در این باره در صفحه شخصی خود نوشت: امشب توکی شبکه تلویزیونی افق برای برنامه 180 درجه دعوت کرده بود که با آقای زاکانی مناظره کنم. موضوعش نقد و فرهنگ انتقادپذیری بود. دو نفر اصلاح طلب، دو نفر اصولگرا هم بودند. بحث داغ و خوبی شد. یک ساعت و نیم طول کشید. خدا کند که پخش شود. حرف غیر قابل پخش هم نزدیم به مولا. اگر خواستید پخش کنند، اگر خواستند پخش کنند، خبر میدهم. برنامه 180 درجه که ابتهی در آن شرکت کرده است معمولا چندین ماه پس از ضبط به روی آنتن صدا و سیما میرود. اینم از این. حالا اگه این عکس مال دیروزه که به نظر میاد تو زندانم همچین به ایشون بد نگذشته. ما اون عکس ها رو میبینیم، بیچارا اصلا شکلشون تغییر کرده، دندوناشون رو از دست میدن، یه نفر اصلا صورت و چشم و ایناش از دست داده. ولی ایشون حتما آخوندا هم توی زندان، خب زنداناشون مثل آقای میرحسین موسوی در منزل و در باغ و در ویلای خودش مسافرت هم میره، مثل آقای کروبی. احتمالا زندان آخوندا هم زندان مثل هواپیما، دیدید شما وقتی میرین فرست کلاس میره اون جلو، برای شامپاین میارن، قاشق چنگال استیل میارن. میگن خب این پدر سوخته ها اگه بخوان کسی رو بکشن، ما باید با قاشق چنگال پلاستیکی بکشیم، اینا با قاشق چنگال استیل. خب هر که بخواد اون روز یک کسی رو بکشه میره بلیت فرست کلاس میخره، مخصوصا چون میدونه که دیگه لازم هم نیست آخر ماه پولشو بده. کارمون خیلی خرابه، کار دنیا خیلی خرابه. چون این مجید خوشنودی همشهری عزیز ما نوشته بود که آقای صوبی وقتی یه چیزی میگیم راجع به ایران، شما میگی آقا آمریکا هم اینجوریه. عزیز من، من نصف بیشتر عمرم رو اینجا زندگی کردم. من 28 سال ایران زندگی کردم، 32 سال اینجا زندگی کردم، اینجا و آلمان. من همه چیزا مقایسه است. میرم یه جایی تای میبینم مقایسه میکنم با ایران. بعد اینجا تو آمریکا میگن فکرت دنیایی باشه، global thinking، think globally act locally. میگن فکر این باش که دنیا رو درست کنی، دنیا رو تمیز کنی، ولی از کوچت شروع کن. درست برعکس اونا بودن، هی میگفتن جهان چی جهان حکومتی یه چیزی میگفتن، یادم هم نیست، ما نه چپ بودیم نه بلدیم چه بدونیم. در هر صورت اونا هی سنگ بزرگ برداشتن، نتونستن خونه های خودشون هم درست کنن. نتونست پدر خودش، نتونست مادر بزرگ خودش رو به جای دعا و اینها بگه خانم این روبرو خوند این بچه داره با پای برهنه میره مدرسه، به جای این که پوله رو بدی آخونده برای این کفش بخر. این اونجاست که مجید جان میگه چی؟ Think globally act locally. عملمون باید از لوکال شروع بشه، از خودمون شروع بشه، از خونه خودمون. اینایی که هی جیغ میزنن چرا زنان را به ورزشگاه راه نمیدن، میگم زنه باید به شوهرش بگه، به برادرش بگه، مادره باید به پسرش بگه. اگر رفتی این مسابقه رو نگاه کردی، شب اینجا نیا، شام نیست. نمیشه خواهرت اینجا وایسه برای تو شام درست کنه، تو یه پوفیوز بری اونجا، بعدم بیای بشینی تو فیسبوک که بگی آخوندا به اینا اجازه ندادن. کی مأمور آخونداست؟ تو مأمور آخوندا هستی، مأموری که انقدر احمقی که پولم میدی، بلیتم میخری، میری اونجا اجرا میکنی که خانما نیان. ولی اگه شما نری، البته یه جورایی هم بعد میگن خب اگه ماها نریم دیگه همینم تعطیل میکنن. اونجاست که دیگه من نمیدونم چه جوابی باید بدم. آقا خانم اگه نمیدونیم چه جوابی بدیم، خیلی قشنگ عینک اونم ورداریم تو دوربین نگاه کنیم بگیم این قسمت رو من نمیدونم. آقای خسرو بهرامی، من راجع به حزب توده نمیدونم. شما میدونی تشریف بیارید بگید، لازم نیست بیاین. امروز من با آقای منصور تایید 3000 مایل اونورتر مصاحبه میکنم. آقا این روزا شما این تلفن تو میتونی چیز کنی، اسکایپ رو بذاری توش اینجوری. یه دم مصاحبه کردم با یه خانم مجاهدی هم بود اتفاقا،
اینجوری تلفن تو ببری بذاری یه لیوان چایی بذاری اینجوری پشتش بشینی با من مصاحبه کن. وقت من مثل آقای سهراب چمنارا که عکسش رو از الینویز یا ویدیوش رو آوردم انگار که شما هم آدیم اینجا. اصلا این دوره صاحب از زمان که میگن همینه، یا اون چیزی که یا گفته بودن که نمیدونم وقتی اسلام چی بشه یا وقتی امام زمان بیاد یه نفر در شرق میتونه مثلا از اون بگه در غرب صداشو میشنم. اولا اون موقع تا امام ششم فکر میکرده که این آفتاب شب میره میفته تو گودال و توی یه جای آشغالدونی، اولا فکر میکردن که کره زمین نیست و صاف، اوکی؟ بعد اینا فکر میکردن که مثلا یه آدم قوی پیدا میشه. خب الان دیگه با یه رادیو با چیز شما از اینجا با ایران تلفن دیگه نمیخواد پول بدی، مجانی صد تا برنامه هست میتونی صحبت کنی، ولی شما لطف داری دوست داری بنده رو ببینی، خیلی ممنون، ایشون گفته بریم به هم یه نهارم بخوریم، چشم، تشریف بیارید چهارشنبه اینجا مهمون ما باشید دو بعد از ظهر یا سه بعد از ظهر، بعد چهارشم با آقای کوروش عزیز برنامه میذاریم، بعدشم میریم بیرون یه دوتا آبجو هم میخوریم، بیا این رستوران پیتریوت کفرم ببین قبل از اینکه ببندن. چی بگم دیگه، هر چی دلت میخواد بگو، وقتی هم میای شما نگو سوربی تو اینو گفتی، به جایی که وقتت رو تلف کنی اونی که میخوای بنویس بگو. اولین سوال یک شیرازی از یک مختره، آقا چطوری حوصلت شد؟ اینا خانم مینا نوشته برای من، نوشتم که خب خانم مینا این سوال خوبیه، اگه یه کسی یه کاری رو انجام داده مثلا رفته پشت بوم، شما میگی چطوری رفتی اونجا؟ چون اگر از اون نپرسی قد باشی بگی خودم بلدم، ممکنه بری از این با کوشش و تلاش و روی پشت داداش تو دوست سوارشی بری هم اون خاکی هم شما بیفتی دست کنی اون بالای، یادتونه بالای پشت اونا یک آجرایی بود آجرار اینجوری میکردی گلم میافتاد اون کلت و فلان اینا، بعد اگه از اون پرسیده باشی اون میگه آقا از پشت بیا من نردبون گذاشتم. اتفاقا تلویزیون مردم اینجوریه، ما نردبونش آماده کردیم، پشت بون این برنامه است، میخواین بیان بیان اجرا کنید، خودتون بعدن خواستید برید جدا بزنید برید بزنید. چند نفر تا حالا اومدن تو این تلویزیون بعدن رفتن، آقای عزیزان، همین کوفتی به بهانی، اینا رو همش رو من یادشون دادم، بپرسین از خودشون. همین بهبهانی اولین ویدیوش میگه آقای سوربی هم یه هولی به ما داد، هولی داد مگه تو ماشین بودی کنار چی بودی؟ اگه اینجوری بود اقلا یه تیپا زد توی نمیدونم باسن تنبل من تا راه افتادم. اینم خانم لیلا انصاری التماس کرد گفت این بدبخت خدا زده اینجور و اینجور و اینا، گفتیم باش. اولین روزی هم که برنامهش درست شد هفته اول اون کسی که معرفیش کردیم زنگ زد آقا این پول ما رو خورده، گفتم آقا من بهت گفتم این سرویس میخواد، نگفتم من پولشو میدم، اگر بود من پولشو بدم میگفتم سرویس بده به من، من به این میدادم. در صورت خب مدارک قدیمی رسیدیم بهتون میگیم، در صورت ممنون متشکرم از خانم مینای عزیز. عجیب ترین معلولیت دنیا و این آقای شاهین پسری که تو ایران براتون خوندم 50 میلیون تومان گفتن لازمه تا اینو جراحی کنیم، و من اینجا هم دیدم بچه های هستن که خوشبختانه اینجا یه بیمارستان هایی هست اصلا از خانواده بیمار پول نمیگیره. من شما مای 21 دلار مای 19 دلار به نمیدونم سینت جود میدیم، به یکی دیگه هست شراینر سامتینگ، به بیمارستان اینها، اینا برای افرادی که پول ندارن و خرجای گرون ها، مثلا سرطان خون نمیدونم طرف دست نداره براش دست میسازن، میدونید بچه ها وقتی دست ندارن براشون دست میسازن، هر 6 ماهی باید یه دست جدید براش بسازن که با این دست اینوریش به اصطلاح اندازه بشه. من دخترم با دامادمون 3 روز رفته بودن عروسی، یکی از دوستاشون رفته بودن یه شهر دیگه، یادتونه هفته پیش اون نوه ما اومد گفت های بابا، و این اینجا بود. دختر من وقتی برگشت زار گریه میکرد که این بچه من چقدر بزرگ شده تو این 3 روز. بهش گفتم که بچه ها توی خواب بزرگ میشن، به همین خاطر هست میگن اینا باید بخوابن، اینا تا 5-6 سالگی روزی 12 ساعت باید بخوابم.
و اونایی که بچه هاشون اذیت و آزار میکنن، هی بیبره نمیدونم کلاس این، بیبره کلاس اون، بیبره کلاس اون، بعد میبینید یک بچه ای اولا ممکنه از لحاظ جسمی کوچکتر از دیگران باشه، دیدید همه این نردا معمولا کوچولو هم، بعد از لحاظ نگرانی و اعصاب و اینها به شادی اونها نیست. مایکل جکسون نمونش، هیکلش کوچیک مثل بچه های 13-14 ساله بود، بعدم 50 سالگی از بیخوابی مرد. چجوری؟ دوا انقدر به خودش زد که بخوابه، خوابید برای همیشه. مواظب بچه هاتون باشه. بله بله. خب بذارید من این مقاله رو براتون بخونم، به شما بعد از سه جواب میدم. عجیبترین معلولیت دنیا، خدا هم نمیدونم والا اگر عادل بود مثلا چرا به یک کسی این مریضی رو بده که بعد حالا ما بگیم این عجیبترین معلولیت دنیاست. خب بله، ببینید پاهای این پسر چگونه است. شاهین اهل روستای نمیدونم این کریکه یا کریکه، متاسفانه میگم اشکال زبان فارسی همینه، الا یه نفر قبلا براتون خونده باشه تا شما بفهمی، و وای به اون روزی که اون هم غلط خونده باشه. این آقای دکتر پارسا بناب اینجا هست، همه بهش میگن پارسا بناب، میگه آقا من بناب یه شهریه اونجا دنیا اومدم. بعد طرف میگه نه آقا شما نمیدونی پارسا بناب درسته. میگم آقا خودش به من گفته بناب. حالا این شاهین اهل روستای کریک شهرستان دنا در استان کوهکویلویه و بویرحمد است و یک بیماری نادر او را از دیگر دوستانش متمایز کرده تا در رویاهای کودکانش با حسرت به بازی همسن سالانش نگاه کند. به گزارش ایلنا از یاسوج، این روایتی از زندگی پسر بچه است که با امیدواری برای عکاس می‌خندد و از بیماری نادرش سخنی بر زبان نمی آورد و فقط می گوید اگر خدا بخواهد روزی خوب خواهم شد و کمک کار پدرم با دستهای پینه بستهش می شوم تا بتوانم مخارج خانه را بپردازم. دوستان من این مقاله و این چیز رو گذاشتم روی فیسبوک، اگر می تونید یک کسی رو می شناسید تو ایران کمکی می تونه انجام بده، چون من نمیدونم 50 میلیون تومان به نظر میرسه دیگه این نباید پولی باشه تو ایران. بعد بهتون گفتم اگر خواستید منم یه جوری هم از جیب خودم هم به وسیله تلویزیون از دیگران خواهش میکنیم. یه خانمی هست ماندانا توی کالیفرنیا، توی کانادا، از ایشون خواهش میکنم اگر میتونه با دوستان خیری که برای اون پسر فلج یزدی به اصطلاح دستشویی و اینها درست کردن کمک کنن، برای دیگران کمک کردن، این را هم فراموش نکنن. روی فیسبوک هست و اگرم میخواین نتونستید روی فیسبوک پیدا کنید به من بگید براتون لینکشو بفرستم. حتی دیدم که بذارید همین الان شماره تلفنشون هم بخونم که نوشتن، که ولی یادتون باشه دوستان مواظب باشید کلاهبرداران از اینها سوء استفاده نکنن به نفع خودشون، یعنی حتما مطمئن بشین که این شماره تلفن مال خود این هست، با فرستادن فامیلتون، داداشتون، در خونهشون یا دیگه اون قسمتاشو گفتم، اون قسمتاش وظیفه شماست که میخواین کمک کنید. و الی آخر شماره تماس برای کمک به درمان پاهای شاهین یوسف وند 0901 446 5191. این شماره تلفن که مثل که مال آمریکاست، 901 446 5191. من سعی میکنم روز دوشنبه با این تلفن تماس بگیرم ببینم اوضاع به چه صورته. تا اون موقع از شما خواهش میکنم اگر میتونید مؤسسه ای رو میشناسید کمک کنید. همین امروز من باز یک ویدیوی دیگه، یعنی یک اینجا بهش میگن Public Service Announcement، یعنی کمک هایی که به همه مردمه. ما اگر یک بچه‌ای
بیماره، مریضه، پدر مادرش پول ندارن و اینا میان از من و شما کمک میخوان، من و شما به دیگران میگیم، اونا میان کمک میکنن. مثلا همین به اصطلاح کودکی که اینجا هست، عکسش الان بهتون نشون میدم، ببینید، گویا پول خیلی زیادی خواستن، بعد یه نفر گفته بود این چون زیر 18 ساله، احتمالا همون سازمان هایی که من بهتون گفتم، اون به اصطلاح بیمارستان هایی که مجانی اینا رو چیز میکنن، الان اومدن پتیشن درست کردن. دوست عزیزی که آقای فرهنگ قاسمی میگی من پتیشن درست کردم ولی این تومار نیست، این فراخانه، پتیشن اینجا کار میکنه و من با کمال میل امضا کردم، با کمال میل روی فیسبوک گذاشتم، چون این کوچکترین کمکیه که ما میتونیم بکنیم. دیدم خوشبختانه داره میرسه به اون حد، هم پولش، دوستان نگین ای بابا 750,000 دلار که من ندارم، شما اگه 1 دلار بدی من 10 دلار بدم، اون 20 دلار بده، اون 100 دلار بده، قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. اینم ببینید نوشته که help signature، اینها 8871 امضا به اصطلاح تا حالا شده، حالا میارم رو صفحه اصلی خودش، اینا رو برید اونجا کلیک کنید ببینید تا میتونید کمک کنید. و به جای این که بریم آقا تخت جمشید، خب برید تخت جمشید چه غلطی بکنی، اونا هم جلو تو میگیرن، یه کار اینجوری انجام بده. اینجاست که آقای مجید خان، من برای این ایرانیه با کمک پتیک میایم 10 تا و 10 تا از این کوله پشتی های مدرسه میفرسیم، بهش بگیم کیف پشتی، چون کوله پشتی همیشه تو ارتش از بار و به اصطلاح اذیت بود، میفرسیم یه نفر، یکی دیگه اینجا ممکنه 10 دلار بفرستیم اینجا کمک کنیم، این میشه گلوبالی، این میشه کمک جهانی. بله بله، نوشته که به این کمپانی بیوجن کمپانی پلیز گیفت رادین کمپشنت یوز آف اسپینرازا، هی دیزرف تریتمنت. مثل که اسم اون این کمپشنت، یعنی حالا چی میگم، برای رضای خدا، برای انسانیت کمک کنین. فامیلی اینم هست، 8 month old رادین، 8 ماهش. شما نگاه چشای این بکنید به خدا، آدم اصلا نمیتونه دیگه صحبت کن. 8 ماهش رادین مشهدی زاده with spinal muscular astrophy، این یعنی چیزای نخا و مایشا و ایناش. بعد نوشته که 750,000 دلار. البته اینجا یه نفر اومده مثل که مثلا 50,000 دلارشو گفته. خیلی ها هستن میگه آقا من اگر شما 20,000 دلار بدین منم 20,000 دلار میدم. تا الان که من دارم میزنم نوشته که 42,038 تا امضا کردن از 50,000 تا. بعضی وقتا این سازمان ها وقتی امضاها زیاد بشه، پتیشن اینجا هاست که کار میکنه دوستان، نه که دوستان عزیز، حالا مثلا طرف آمده 70 سالشه، امروز یاد گرفته فیسبوک گفته مثلا نمیدونم پتیشن، یا petition.org گفته پتیشن، بیایید از امروز همه با هم باشیم، اوکی، بیایید شما بروید من اینجا هستم، اوکی، آقا تا من بروی عقب افتاده هستی مثل فولادوند، مثل شایان کاویانی، همون بهتر آخر کار بگیرنت بندزنه تو گونی ببرنت. حالا زن بچه شایان کاویانی زنگ نزنن فوش بدن ها، ولی کسی که زنش و بچهش ول میکنه میره دنبال یه خانمی به این امید که اون خانم پاس داره، حالا ایشون میخواد، وقتا جد میگفتن فلانی رفته میخ اسلام در سرزمین کفار فرو برده، یعنی اومده از این آمریکایی‌ها، از اروپایی‌ها یه زن گرفته برده. بعدم میدونی اول کاری که اینا میکردن، حتی اگر تظاهر بود برای که به پدر مادرشون بگن که این با این خانم حالا ازدواج کرده، شب میخوابه، حرام نیست و بچه‌شون حرامزاده نیست، میگو این خانم هم مثلا مسلمون کردن، به همین دلیل میگفتن میخ اسلام رو در سرزمین کفار فرو بردن. حالا آقای شایان کاویانی که خودش علی اصغر کاظمی بوده، کاظمی ها دیگه یعنی هیچی ها، یعنی دیگه از من و شما خیلی مسلمون تره، بلند شده اومده میگه من شدم شایان کاویانی، میگیم مسیحی هستی، میگی نه نیستم، میگم خب چی هستی، خودش هم نمیدونه، بلند شده رفته ترکیه
به هوای قولی میخواد بره میخه میخه مسیح رو در سرزمین نمیدونم اسلام فرو ببره دیگه. والا من نمیدونم اون خانم پاسداره سرزمین اسلامی که اینقدر میخه اسلام توش رفته، حالا دیگه این میخه شما آقای کاظمی خب میگیرن میدونه تو قطعی میبرن دیگه عزیزم. چی بگم خدایا، یه دوستی برای من با نام آقای حجر نوشت آقا اون روز که شما در باره خانم فرح اینجوری گفتید خیلی بد بود و اگر اینجوری باشه تا دو سه هفته دیگر کسی برنامه شما را نگاه نمی کنه و علی میمونه و حوزش. گفتم آقا امروز که 14000 نفر رو فیسبوکن، 6000 نفر رو ایمیل و توییتر و جاهای دیگه هستن، این 20000 نفر چند نفرن روی خود مردم تیوی هستن، چه خاصیتی برای من داشتی شما مخصوصا؟ از شما سوال میکنم چون دیگران اقلا سوال نمی کنن، پیشنهاد اینجوری نمی کنن، تهدید نمی کنن اگر اینجوری کنی. آقا تهدید کسی میکنه که مثلا تبلیغ چلو کبابی داده باشه، ما هم رفته باشیم یه دکتری آورده باشیم، دکتر بگه اصلا گوش نخوری، بعد طرف زنگ میزنه میگه آقا اگه این دکتره میخواد اونجا صحبت کنه من تبلیغ نمیدم، که تازه همون هم اشتباهه، ولی خب بالاخره این جا افتاده تو آمریکا. ولی شمایی که میگی من شما رو از رنگارنگ میشناسم، آقا بنده 20 سال از تلویزیون چشمانداز و ویو و پرسپکتیو و نمیدونم فیرفکس پابلیک اکسس و رنگارنگ رسیدم به اینجا، شما چه تاج گلی به سر من زدی که حالا امروز تهدید میکنی؟ فرح کاری که کرده شما یقه اونو نمیگیری بگی آقا خانم تو زن شاه بودی، چرا دوستات آوردی، چرا بردیشون، چرا اتاق جدا درست کردی، چرا با اینا خوابیدی، به من داری میگی؟ خجالت آور. بله شما درست میگی خجالت آوره، ولی برای خانم فرح خجالت آوره، برای شما که میگی اونی که دزدی میکنه هیچی نگو، ولی شما نگو این دزده، دیگرانم برن بیافتن توی دامش. البته دیگه فکر نمیکنم با این سن و سال و قیافه و این دودکشی که خانم فرح پهلوی هست هیچ کس دیگه تو دامش بیفته. دوستان بهتون توی برنامه ها گفتم که ماجرای پلیسی که موتور سواری رو گرفت بعد بهش تیکت نداد ولی بهش یه نصیحت کرد، این پلیس رو این موتور سوار رو پلیس گرفته، حالا نمیدونم این تو سریلانکا تو بنگلادش تو پاکستانه نمیدونم، وقتی که دیده این خانمش اینجوری نشسته یک و دو و سه و چهار و پنج تا بچه مردم اینجوری، بهش گفته که ببین هیچ کدومتون کلا سرتون نیست، کلا رو فراموش کن، شما یک کلاهی از این به بعد به سر عزاموندت بکش که تو ایران بهش میگفتن کاپوت، اینجا بهش میگن کاندوم. اینم ممنون از اون دوستی که برای ما فرستاده، ولی دیگه کسی که به اینجا رسیده من نمیدونم. البته میدونین اینا یه دمین 17 تا 18 تا بچه دارن و خوبم زندگی میکنن، خیلی از اینا این بچه ها رو درست میکنن که توی مزرعه و توی کارهای بیزینس و اینا کمکشون باشه. دوستان عزیز داریم به ساعت 3 بعد از ظهر نیویورک واشنگتن نزدیک میشیم، یعنی داریم نزدیک میشیم به اذان ظهر، و راستی دوستان بهایی هم از اون دارن، از اون میگن یا نه؟ آقای منصور تایید، این هنرمندی که فیلمایی درست میکنه و به اصطلاح نمایشنامه‌ای درست میکنن و اینها، کاراشون خیلی قشنگ و جالبه. اتفاقا من امروز براش نوشتم آقا شما نوشتین مثلا رفته بود این CNN هست، یه نفر تو فرانسه کپی کرده CNN فارسی، نمیدونم تو ترکیه CNN ترکی، اصلا اینا غیر قانونیه. و آقای منصور تایی آمده سننه و بر وزن CNN گذاشته سننه، مثل این ترکان میگن تو رو سننه سننه، اتفاقا خوبه، یعنی تو رو سننه یعنی به تو چه مربوط، نه یعنی این میره دنبال خبرها و گزارش‌ها و اینها. بذارید ببینیم ایشون گفته که حاضر هستن، خب حالا که حاضر هستن ما هم 2 دقیقه زودتر بریم، هیچ عیبی نداره، و دوستان هم سوالاتی انجام دادن، حتی یک دوستی با لهجه شیرین اصفهانی از ایشون به اصطلاح سوال کرده، ولی وقتی ما با اسکایپ صحبت میکنیم صدای اینجا
به گوش آقای تایید نمیرسه. به همین خاطر من پیامو براشون فرستادم که ایشون به اصطلاح پیامو بدونه. وقتی من اینجا اون پیام رو برای شما نشون پلی میکنم، یا نمیدونم چی بگم، ما دیگه این زبان انگلیسی یاد نگرفتیم، آلمانی هم یادمون رفت، فارسی هم یادمون رفت، شد راه رفتن کلاغ و ماجرای کپک. بله آقای منصور تایید اینجا هستن با قیافه بشاش و من تصویر ایشون رو آقا این از نوع ایرانیش بود یا از نوع غربیش؟ چون ایرانی بده. بله از نوع فیسبوکشه. اصلا فیسبوک ساختمونش هم که رد میشی یه دونه تابلو بزرگ از همین گذاشته، ولی فیسبوک آقا دیروز اینجا کبابشون کردن ها، یعنی فیسبوک و توییتر و گوگل. بعد دیشبم که این توییتر به اصطلاح توییت آقای پرزیدنت رو خاموش کرده بود، خود اونم الان یه موزل بزرگی شده و همین امروز توی مجلس داشتن میگفتن خب حالا اون آقایی که خواسته بره اخراجش کردن، یا خانمی معلوم نیست اومده اینو خاموش کرده، شاید برمیداشت میگفت بریم جنگ با کره. و الان هم که ما 9 ماه چیزایی رو که میخوایم از آقای ترامپ بشنویم برای که دست اول باشه به قول معروف از طریق توییت میده. امیدوارم تو این 12 روزی که میره فکر کنه، مخصوصا با این عملی که اتفاق افتاد، بدون توییت سکیور نیست، ضمن این که دیگه هیچ جا سکیور نیست. دوستان عزیز سلام میکنم به آقای منصور تایید، بهشون خوش آمد میگم و میریم با هم درباره این ویدیویی که آخرین ویدیویشون بود درباره 200مین سال تولد بهاءالله، ایشون میکروفون رو در اختیار داشته باشن صحبت کنن، تا بعد ما با سوالا بریم سراغشون. خوش آمدید، بفرمایید آقای تایید. سلام آقای سوربی و سلام به تمام تماشاگران و یا شنوندگان مردم تیوی، با شما هستم. بگید من باید چیکار کنم الان؟ بله شما اون سوالایی که توی این ویدیو میکنید خیلی جالبه، میگید که مثلا گفته اینجوری، مگه این چه اشکالی داره؟ دیدم یه عده به شما روی فیسبوک جواب میدن، بهتون تبریک میگم. تا اون روز که من نگاه کردم چقدر بود نقل؟ 32,000 38,000 تا فکر کنم بعدا من دیدم. در هر صورت این خودش خیلی خوبه برای یه نفر مثل شما که به اصطلاح یه نفر دولتی چیزی پول تهیه و اینها نمیده و معلومه این ویدیویی که درست کردین اون آقایی که داخلش هست پسرتونه. کیه که باهاتون همکاری میکنه؟ بله بله پسرم هست. بله. یعنی الان اتفاقا من میدونستم که با شما قبلا مصاحبه کردم ولی اسم شما رو پیدا نمیکردم تو اسکایپ، تا دیدم الان شما نوشتید تایید فامیلی. ماشاءالله همه هنرمند هستید، بهتون تبریک میگم. من حتی قبل از اینکه شما بیاین گفتم میگن خدا عادله، خب چجوری به یه خانواده همه این هنرها رو میده؟ وقتی من رسیدم گفته برو تموم شد، دیر آمد. منظورش نه البته این نظر لطف شماست و بچه های من همه بچه ها که چرز کنم همه بزرگ شدن تو کار تئاتر و رقص و موسیقی و اینا بودن و همین در کنار کارهای دیگه شون انجام میدن. در صد هر از گاهی که ما بتونیم گیرشون بیاریم میاریمشون تو کار که با ما کار بکنن، به خصوص پسرم که کار هم طنز میکنه هم کار هنرپیشگی میکنه و خیلی باعث خوشحالی من هست که بتونم با بچه هام کار کنم. حالا چون ما اینجا گروه تئاتری داریم که با همدیگه سال هاست کار کردیم، ولی من با بچه هایی که به اصطلاح فرست جنریشن هستن اینجا سال هاست 20 و چندین سال هست که کار میکنم، بچه هایی که اینجا متولد شدن و بچه هایی که زبان اولشون در حقیقت انگلیسی هست ولی ما به فارسی کار میکنیم و خیلی 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 تالنتد هستن و وقتی هم که فارسی حرف میزنن ممکنه یه ته لهجه‌ای داشته باشن، ولی ما نمایشایی رو مثل نمایش زنده یاد بیژن مفید شاپرک خانوم و یا برنامه‌های دیگه رو برای بچه‌ها میاریم. بر همین کار کردن با همین ویدیویی که الان شما گفتین، این ویدیو چون زیرنویس انگلیسی هم داشته خیلی از جوونا
که سنای بین 20 تا 30 هستن اینا لایک زدن و کامنت دادن و برای من این قشنگه که من یه حرفی زدم و اونا این حرفو گوش دادن. حالا باش موافق هستن یا نیستن اون اصلا مسئله نیست، مسئله که این حرفو گوش دادن و باشون ارتباط برقرار کردن. در همین به اصطلاح فرست جنریشن برای من همیشه خیلی مهم هست. بسیار ممنون. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، خیلی ساده همون اسم خودتون رو اگر تایپ کنن توی فیسبوک میاد. و منظور شما از این ویدیوی آخری که فرستادید چیه؟ یعنی این سوالا رو که مطرح میکنید نمیدونم بگم هدفتون مبارزه با رژیمه، چون رژیم که دیگه الان سالهاست نشون داد. ضمناً تبریک بهتون میگم، دیروز یکی از دوستان بهایی بعد از 10 سال از زندان آزاد شدن. بله بله، براتون اون رو هم فرستادم. منظور شما از این ویدیو چی بوده به غیر از تبریک 200 سالگرد تولد بهاءالله؟ ببینید آیسوی، من توی خانواده بهایی متولد شدم و بزرگ شدم، مثل هر کسی دیگه که توی یه خانواده متولد شده و بزرگ شده و دست خودش هم نیست. بر همین این در درجه اول. در درجه دوم اینه که کار من کار هنری هست، کار تئاتر، کار طنز. البته من 30 نزدیک به 40 سال هست که کار تئاتر میکنم و کارهای جدی خیلی مفصلی کردم، مثلا از آخرین نوار کراپ مال ساموئل بکت که یکی از کارهای اصلی تئاتر، یعنی اگر تئاتر نویسای این 100 سال اخیر رو بخوایم نام ببریم حتما ساموئل بکت جز بالاترین ها هست که جایزه نوبل هم برده. کارهای جدی میکنم، کارهای طنزم این 7-8-10 ساله زیاد کردم. به نظر من مسائل اجتماعی رو راحت تر میشه تو قالب طنز بیان کرد تا در یه قالب جدی. در قالب جدی همه چیز همیشه هست، یعنی ما الان که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا برای همین تولد بهاءالله ده ها ویدیو هست که در قالب جدی آدم ها درست کردن و گفتن که بهاءالله کی بوده، از کجا اومده، تاریخش چیه، چیا گفته و این حرف. این به نوبه خودش خیلی عالیه، ولی من چون فکر میکنم بعضی وقتا از قالب طنز میشه یک حرفایی رو زد و کوتاه حرف زد و مردم حوصله یک ساعت نیم ساعت ویدیو ندارن، بعضی وقتا میرم، یعنی این حسیه بیشتر. هیچ شما میگیم منظور چیه، نه کسی پشت قضیه است نه منظور به خصوصی دارم، فقط یه چیزی که در درونم احساس میکنم با خرج خودم و با تیم خودم میارمش روی صحنه و اون صحنه میتونه که در این ویدیو به خصوص فیسبوک یا یوتیوب باشه. بر همین منظور مشخصی پشتش نیست. فقط الان مثلا فرض کن اگه من احساس کنم که الان من میخوام یه اتفاقی افتاده در موردش یه چیزی بگم، خب میگم به صورت ویدیو، یا یه آواز میخونم یا یه حرفی میزنم یا یه عکسی نشون میدم و اون مسئله رو مطرح میکنم. حالا چون خب بالاخره از یه بکگراند بهایی میام، تولد بهاءالله خیلی مسئله مهمیه برای بهایی‌ها که 200 سال تولد بهاءالله است و اغلب هموطنان ما اصلا نمیدونن که بهاءالله کی بوده، چی بوده، از کجا اومده. این همه اینقدر چیز دور و برش از حرفای، هم حرفای خوب هم حرفای بد، هم تاریخ هم نتاریخ پشتش هست. اون تو قالب خیلی 3-4 دقیقه اون چیزی رو که بلد بودیم یاد گرفته بودیم از بچگی سریع گفتیم و اینجا هم البته قصد نداریم که تاریخ رو ما مطرح کنیم، چون نه من تاریخدانم نه فیلسوفم نه اصلا به اون صورت مذهبی هستم که بخوام تبلیغ مذهب بکنم، فقط بهایی هستم و خب میگم حرفم میزنه که مثلا فرض کنید ایرانی حرفش میزنه، یه نفر مسیحی حرفش میزنه، یه نفر رپابلیکن حرفش میزنه،
منم این حرفو گرچه به صورت طنز یه ذره، ولی به صورت یعنی مسئله قشنگ میگم که بهاولا چی میگه. حالا اینکه بهاولا بر حق بوده نبوده، یه آقای نوشته بود سه تا زن داشته، حالا این سه تا زنش چی شد، اینا رو اصلا من نه بلدم نه اینکه میخوام وارد این قضایا بشم، چون این اصلا کار من نیست. من اون چیزی که بهاولا گفته به تو میگم چی گفته، that's it. و در هول و هوش این ویدیو اگر حرفی هست من میتونم البته جواب بدم، و الا نمیتونم جواب بدم چون بلد نیستم. بسیار ممنون. چون شما اسکالر به اصطلاح دین و اینا نیستید نمیخواین پاسخ بدید، کار بسیار خوبی هم هست. آقای تایید، وقتی که ما موضوع ایرانی بودن، من مثلا مسلمان زایده شدم، شما بهایی، وقتی یکی از آدم میپرسه، آدم باید بگه مثلا من مسلمان ایرانیم، من بهایی ایرانیم، یا من ایرانی مسلمانم، یا بگه من انسان هستم بهاییم هستم، انسان هستم مسلمانم هستم. شما خودتون چیه ترجیح میدین که جا بیفته تو جامعه بهتره؟ من فکر میکنم که گذاشتن اینها در یک ترازو یا کدوم اول کدوم دوم اصولا کار اشتباهیه، برای اینکه من هم ایرانیم هم باهاییم هم اهل برکلی هستم. من مثلا به برکلی که شهر من هست خیلی علاقه دارم. معلومه، بله، تو عکسای فیسبوکتون معلومه، بله. آشغال بریزه توی خیابون وای میسم بهش میگم آقا چرا آشغال داری میریزی؟ برکلی مثل شهر، مثل وطن من میمونه. حالا از من بپرسیم وطنت کجاست؟ من واقعا وطنم برکلیه، وطنم ایران. من وقتی که 40 خورده سال اونجا نیستم، 16 سالی که از ایران اومدم، اگر وطن به معنای آب و خاک، من واقعا اهل برکلی هستم. اما اگر وطن به معنای فرهنگ یک مملکتی هست، خب واقعا من ایرانی هستم، من باهایی هستم و خیلی چیزای دیگه هستم. من پدر هستم، من شوهر هستم، من توالت های خونمون رو تمیز میکنم. یعنی خیلی خیلی هم لقب دارم، هم کارهای مختلف میکنم. برای همین اینا همه بعضی وقتا میگم ایرانی باهایی هستم، بعضی وقتا میگم باهایی ایرانی هستم. بستگی داره که اون پس زمینش چی باشه. ولی خودمو هیچ وقت، یعنی از خواب که بلند میشم یا در خواب میرم، من خب بعض وقتا به فارسی، به فارسی ایرانی به چیز میبینم، خواب میبینم. بعضی وقتا یعنی بیشتر اوقات اگر بخوایم واقعا حساب کنیم ایرانی هستم، میدونین؟ بله. ولی در این دوره، در این زمان، در این قرن 21 حتی ایرانی بودنم کافی نیست، انسان بودن مهمه. و اونجاست که ماها به همدیگه نزدیک میشیم، اونجاست که من میتونم شما رو بغل کنم، ببوسمتون، و مهم نیست که شما اصلا مسلمون چی هستید، مهم اینه که شما یه انسانی به لحظه من دارین زندگی میکنین حتی تو فیسبوک، و من شما رو دوستتون دارم به خاطر اینکه انسان هستین، that's it. و اگه کار اشتباه بکنین، ولو اینکه باهایی هم باشین، ولو اینکه ایرانی هم باشین، من بهتون میگم این کار اشتباهه. آفرین. منم بارها گفتم وقتی یه بچه‌ای داره راه میره میفته زمین، من اول ازش نمیپرسم where are you from، بعد بگه ایران، بگم حالا مسلمونی یا باهایی هستی، بعد اگه گفت ایرانی ام و مسلمون، بگم شیرازی هستی یا آبادی هستی. خب بله، این متاسفانه مشکلیه که الان بعضیا که متعصب هستن تو ایران شاهدش هستیم. من دیشب یه فیلمی رو دوباره نگاه کردم، چون اون موقعی که این فیلم رو دیده بودم، خب انگلیسی من زبان سومم هست، خیلی متوجه نشدم. فیلمی بود که خانم شوره آغداشلو و اون هنرمند معروف بن کینگزلی بازی میکنه، خانه ای از باد و شن یا هم چیزی. بله. دیدم چقدر اینها به درستی نشون دادن که بعضی از ایرانی ها یعنی جبهه گرفتن برای عربا، برای دیگران. این فیلمو دوستان اگر ندیدید حتما ببینید، اگر دیدید دوباره ببینید. من از شما ممنونم که شما میگید انسانیت بالای این قرار میگیره. حالا اگه یه وقتم آدم میگه من ایرانیم باهایی، بذارید من همینجا یه چیزی رو با این دوستان
که خیلی ادعای مسلمانی و ایرانی میکنن بگم، چون من سالها برنامه بهائی‌ها رو اینجا پخش میکردم، حتی خود من وقتی میرفتم یه جا به من میگفتن الله ابها، میگفتم یعنی چی، فکر میکردم من بهائی هستم. و ولی بعد بهائی‌ها تحمل نکردن آقای ارشاد رو و رفتن. من میخوام بگم دوستان، من فکر میکنم این بهائی‌ها از من و شما ایران رو بیشتر دوست دارن، برای که پیغمبرشون، رهبرشون، فیلسوفشون، هر چی که بگید از اونجا بوده. و اگر روزی واقعا ایران آزاد باشه، یه کسی باشه که نه مثل شاه تیمسارشو بفرسته با کلنگ محفل اینا رو خراب کنه، نه مثل حکومت اسلامی مخصوصا تو شهر ما شیراز اینا رو اینجوری خونه هاشون رو آتیش بزنن، در به در کنن و اینها، اینها آقای تایید وقتی هم میره شیراز اونجا اگه سربی آشغال بریزه یقهشو میگیره، میگه من تو برکلی هم یقه گرفتم، گفتم آشغال نریزین، اینجا هم به تو میگن که آشغال نریزین، تمیز کنیم. اینا از ما بیشتر ایرانو دوست دارن. یه دوستی سوال کرده، با وجودی که شما گفتید که نمیخواین درباره دین بهائیت جواب بدید، اگر خواستید بعد از اینکه من از شما خداحافظی کردم روی فیسبوک به اینا پاسخ بدین. پرسیدن اگر بهائیایی که توی ایران هستن از بهائیت بیرون برن، آیا توی تشکیلات بهائی مشکل دارن؟ خود من میدونم توی تشکیلات دو سه نوع هست که ردشون میکنن، و اینم خب خیلی ساده است، مثل من جزو یک کلیسایی باشم بعدا بگم دیگه نیستم، خب اونا میگن این نیست دیگه اینجا. و اگه کسی مثل آقای بیژن یگانه، کسای دیگه‌ای که در دین بهائیت به اصطلاح کرسی دارن و اسکالر هستن، خواستن در این باره صحبت کنن، روی فیسبوک به این دوستان پاسخ بدن. ولی شما امروز برای این جوابی دارید؟ میخوان چیزی بگید؟ میدونید، چون میدونم یکیش رد اداریه، یا یک طرد اداریه، یکیش بله بفهم. نه، من همین که شما گفتین، اگر کسی نمیخواد بهائی باشه، خب بهائی‌ها در ایران که بودن، یعنی زمان قبل، زمان شاه، اگر تو میخواستی بهائی باشی باید اعلام بکنی که بهائی هستی، یعنی به سن 15 بلوغ که میرسی هر بهائی باید بری آقا بگی که من تحقیق کردم، من میخوام بهائی باشم. یعنی بهاءالله جز حرفایی که میزنه اینه که حتی اگه تو، یعنی با عقل خودت باید بگی که من بهائی هستم، اگر میخوای نباشی نباش. خب بله، در سن 21 سالگی هم باید تایید کنی این حرفا، چون ممکنه 15 سالگی بگی من خیلی جوان بودم نمیفهمیدم، حالا 21 سالگی باید بگی آقا من بهائی هستم و جزء جامعه بهائی هستم و امضا کنی. جمهوری اسلامی هم در حقیقت از این مسئله استفاده کرد و تمام اون که دفاتری رو که بهائی‌ها امضا کرده بودن، یعنی مشخصا معلوم بود کی بهائی هست کی بهائی نیست، رو اینا رو تصاحب کردن، از محافل گرفتن و فهمیدن کی بهائیه کی بهائی نیست. بر همین یکی میاد میگه که مثلا فرض کن فلانی بهائیه، باید اسمش نوشته باشه یه جا که بهائیه، نمیتونه همطوری چون پدر مادرش بهائی بودن یا عمو خالش بهائی بودن، مثلا عباس عویدا بهائی بوده، نه از یه خانواده، از خانواده دور بهائی میاد اما خودش بهائی هیچ وقت نبود. من با برادر ایشون مصاحبه کردم، فریدون گفت نه بهائی نبوده. نبود. و ببینید، کاری که شما گفتید که با بهائی‌ها کردن، درست کاریه که هیتلر در زمان به اصطلاح جنگ جهانی دوم با کلیمی‌ها کرد و از روی به اصطلاح مشخصاتی که داشتن، حتی شناسنامه و اینها، که بعد داستان‌ها دیدیم که بعضیا شناسنامه‌های قلابی درست کردن که بتونن بلکه از اون جهنمی که هیتلر درست کرده بود فرار کنن و بیان. این چیزی که شما گفتید 15 سالگی یا 21 سالگی اونه که سجل میگیرن به اصطلاح. بله، یه کارت، با مثلا یه کارت یا یک، البته در ایران شما هیچی نمیگرفتین، فقط اسمتون ثبت میشه، ولی در ممالک دیگه مثلا آمریکا شما یه کارت میگیرین به اسم کارت بهائی که شما رجیستر شدید به عنوان بهائی و باید بر طبق قوانین مملکتی اون مملکت شما رفتار کنید، نمیتونید بر خودتون، دو سه تا مسئله هست که بر خود سر خود نمیتونید کار بکنید، و اگر که یه وقتی که سر خود کار کردید
محفل اونجا قرار هست. ببین اینا رو فقط دارم میگم چه اتفاقاتی باید بیفته، چه اتفاقاتی افتاده من نمیدونم. باید به شما میگه آقا مثلا میگن که باهایا مشروب میخورن، خب بله، آقا من فلانی میشستم رفیقم بود، آقا یک عرقی میخورد، یک ودکای میزن. اوکی، حالا اگر این کار رو یک باهایی در پابلیک انجام بده، باهایی نباید مشروب بخوره، اگر در پابلیک انجام میده و یه نفر خبر بده به محفل که آقا این آقا داره این کار میکنه، محفل بعد طرفا بخواد بگه آقا نکن، این درست نیست، چون تو داری وجهه بقیه باهایی رو خراب میکنی. تو خونش میتونه بشینه هر چقدرش میخواد عرق بخوره، سیگار بکشه، چه میدونم تریاک بگه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، ولی اگر در پابلیک این کار را کرد محفل میخوادش. چند مرتبه؟ یه مرتبه، دو مرتبه، پنج مرتبه، ده مرتبه؟ بالاخره اگر که باز هم این کار انجام دادم، میگه آقا شما دیگه نمیتونی باهایی باشی، یعنی به اصطلاح همون طرد اداری که شما میگید اون انجام میشه. این یه چیز کلیه. خب حالا اتفاق میفته نمیفته، حالا این دوستمون که پرسیده تمام جامعه باهایی ایران بیاد برگرده، یعنی واقعا یه چیزی که اصلا اتفاق نمیفته. حالا چند نفرم ممکنه، مثلا یکی از کارهایی که باهایی ها قرار هست که نکنن این هست که اون تقیه، یعنی نگن که ما باهایی نیستیم. به خاطر این من متوجه بودم که خیلی وقتا شغلای خوب، حتی این مسئله دانشگاه رفتن، بله، رسیدن به اونجایی که باید اونجا می نوشتن که به اصطلاح باهایی نیستن، یعنی بله، یه کلمه اگه دروغ می گفتن می رفتن دانشگاه، هیچ مسئله هم نبود. بله، طرف گفت باهایی هستم، بهش گفتن نمیتونی بیای درس بخونی، بعد بهایی‌ها توی خونه هاشون دانشگاه درست کردن و به همدیگه درس دادن و اینها. این دوستمونم نوشته در بین بهاییان مشکلی براشون پیش نمیاد، اینجوری سوال کردن، یعنی نمیدونم. بله، نمیدونم. بسیار عالی. یعنی در ایران، من چون در ایران نیستم، فقط اخبار رو همونجوری که شما میشنوید منم میشنوم، واقعا نمیدونم. من 40 سال از ایران نبودم، به ضوابط و روابط اونجا قرار هست که مشکلی از طرف باهایا براشون ایجاد نه. اگه یه نفر میخواد از دین بره بیرون، میره از دین بیرون و هیچ مشکلی نباید داشته باشه. برای اینکه چرا نباید داشته باشه؟ برای اینکه بهاءالله 170 سال پیش گفته دین و علم و عقل باید با هم بخونه. اگر عقل شما به شما میگه که این دین، حتی دین بهایی، درست نیست، شما حق دارید و اجازه دارید که از این دین خارج بشید. یعنی بهاءالله که خوش پیغمبر بوده این اجازه رو داده دیگه، بقیه وا ویلا. بسیار ممنون. بذارید دین و مذهب رو بذاریم برای خونمون و برای دل خودمون، و این کار بسیار خوبی هست. نمایش هایی که شما اجرا کردین، اون یکی که من جاسوس نیستم، حتی بله، به صورت DVD هم فکر کنم پخش شد، نه؟ قسمت هایش به صورت 10 دقیقه به صورت قسمت هایش پخش شد، ولی من هیچ وقت چون DVD رو میفروختم، هیچ وقت DVDش رو روی لاین آنلاین نذاشتم. اگر البته کسی گذاشته روی یوتیوب، نمیدونم، شاید گذاشته باشه. بله، من ندیدم. فقط یه دوستی دارم اینجا که این دوستمون بهایی هستن و اون DVDی که گرفته بودن فرمتش با به اصطلاح DVD پلیر ایشون کار نمیکرد. گفتم که دلیلش اینه که DVD پلیر شما کهنه است، باید یکم جدیدتر بگیرید و اینها. براش میفرستیم، بهش آدرسش بدیم، ما یه خوبشو براش میفرستیم. چشم. ایشون اتفاقا با مادر من همسایه هستن، تو یک آپارتمانن، اتفاقا اونجا خانم روشن هم بود، فوت شدن، ایشون هم باهایی بودن، و من خودم به نوبه خودم از دوستان قدیمی که دارم هم کلاسیم بودن، مسیح الله ثابت و بچه های دیگه نقاشیان، بدی ندیدم. حتی جالبه یه دفعه تو برنامه که گفتم، بعد آقای مسیح‌الله ثابت از کانادا زنگ زد، گفت من اینجا هستم و من کاملا شما رو یادم هست و اینها، و دوستی هم داریم آقای ذکرالله اتحاد الحق، ایشون هم از اروپا تماس میگیره و اینها. تنها جایی که مشکل با باهائی‌ها پیدا کردم متاسفانه تو آمریکاست، که وقتی این دوستان آمدن ما
با وجودی که اینقدر حمله می شدیم از طرف بیننده که آقا اینجا تلویزیون ها رو دینی کردین و فلان و اینها، بعد این دوستان خودشون گفتن آقا اشکالی نداره یه نفرم بیاد ایراد بگیره. یه آقایی به نام آقای ارشاد آمد و از روی کتاب خود بهایی ها ایراد گرفت که آقا اینا که میگن ما در حکومت کاری نداریم کار دارن، اتفاقا اینا دنبال حکومت جهانی هستن، و اتفاقا آقای حسن فیروزی هم از کالیفرنیا شما آمد اینجا، ایشون هم بهایی است و داستان زندگیش رو به نظر من شما فیلم کنید. آقای منصور تایید میشناسین ایشون رو؟ آقای فیروزی رو بعد باید شما دوتا رو با هم آشنا کنم. من ویدیویی رو که ایشون از یه برنامه شرح حالش رو گفته چندین بار نگاه کردم و مثل بچه ها اینجا زار زار گریه کردم. دو بار سه بارم مهمون برنامه من بودن، یه بارم پارسال اومدن اینجا و ایشون گفت که اونایی که میگن ما کاری به حکومت نداریم دروغ میگن و بهائی‌ها دنبال حکومت جهانی هستن. دلیلش هم اینه که ما فکر میکنیم اگر جهان بهائی بشه تمام این مشکلات حل میشه. آقای فیروزی، حسن فیروزی، بله آقای فیروزی میشناسم، بله آقای فیروزی میشناسمش. بله بله، داستان زندگی ایشون که پدر و مادرش به خاطر اینکه پدر ایشون بهائی شده مادرش جدا میشه و اصلا اینا رو نمیبینه و بله بله بله. که حتی میره مادرش مثلا وقتی دست اینا رو میگیره بعد میره دستش میشوره که نجس نباشه و اینا، تا بعد البته همین الان که میگم من داره به اصطلاح حالم یه جوری میشه. شما برنامه نمایشی هم دارید به زودی مثلا فکری دارید؟ چون معمولا هنرمندا همیشه چند تا دارن که اینا رو به ترتیب میخوان ردیف کنن. بله بله، من میگم که کارهای مختلف انجام میدم. اون چیزی که الان تو دست داریم که یکی دو تا اجرا هم تو فقط تو کالیفرنیا کردیم ولی قرار هست بریم به تمام آمریکا، یه نمایشی هست به اسم اسرائیل وارد میشود و هیچ ربطی هم به بهایا نداره، ربطی به خودمون داره، به ایرانیا داره، و یک کار طنز هست که بر اساس یک نمایش خیلی کوتاهی از وودی آلن هست به اسم دث ناکس، و من این نمایش رو من نوشتم و اجراهای متعددی خواهیم داشت در سراسر آمریکا. حالا نمیدونم طرفای شما میایم یا نمیایم چه جور هست، ولی اسرائیل وارد میشود. توی فیسبوک حتما... من هست یه صحنه کوتاهش. بله اینجا که حتما باید بیان، اینجا آره. محفل بزرگی هست و دوستان زیادی هم هستن اینها. من از شما ممنونم. یه سوالی یه نفر کرده بود، چون هنرپیشه داریم به نام خانم فرزانه تایی، شما فامیل هستین با هم؟ فرزانه تاییدیه، تاییدیه. یه آخرش داره، با هم هم فامیل نیستیم. ایشون هنرپیشه خیلی توانایی بودن در ایران که فکر کنم در انگلیس هستن الان و یک کارنامه بسیار بلند بالایی دارن و یک میدونم که یک ویدیویی هم قرار ازشون، یعنی به صورت فیلمی که از کاراشون و مصاحبه هایی که افراد مختلف کردن ازشون انقریب قرار هست که در بیاد. بسیار ممنونم. آخرین خبری که من ازشون داشتم حالشون خوب نیست، امیدوارم بتونم یه مصاحبه با ایشون داشته باشم. ضمن تشکر از شما، این برنامه اسرائیل وارد می شود لطف کنید توی واشنگتن هم به اصطلاح اجرا کنید و اگر برنامه‌ای برای اون دیویدیا ندارید، خب برای اونایی که مثل من ممکنه بودجهشون نرسه، اون ویدیو رو روی چیز بذارید یا بفرستید برای ما نشون بدیم یکی دو هفته اینجا، چون خیلی جالب بود اون و من خاطره زیادی دارم. از اون دوستمونم خواهش میکنم که با شما تماس بگیره یا من آدرسش رو برای شما میفرستم، اون دیویدی رو اگر لطف کنید براشون بفرستید باز ممنون و متشکر میشم. اگر صحبتی دارید، آها اون پیامی که براتون فرستادم طبق این گفته هاتون شما نمیخواین پاسخ بدین چی هست؟ لطف کنید که دور دیگه بگید. بله، یک آقایی با لهجه اصفهانی سوالاتی کرده و اینها میخواین من پخش کنم. متاسفانه وقتی پیامو اینجوری پخش میکنم صداشون اونجا نمیاد. من به شما میگم اگه صدا رو نشنیدید میگم که ایشون چی میپرسه. بگید اگر چیزی هست که من بلدم جواب بدم حتما جواب میدم. خب اگرم بلد نیستم میگم بلد نیستم. پس گوشی رو داشته باشید، بذارید صدای خودشونو پخش کنم. درود بر آقای سوری و درود بر ما بینندگان و شنوندگان شما. من
چند تا سوالی میخواستم از آقای آقاچی میخواد مال بهایت بیاد. شما صدای ایشون رو میشنوید یا نه؟ بله بله میشنوید. اوکی خب پس بفرم. خواهش من بپرسین که یک چرا باب که اومد به نام پیغمبری جنایتی کرد که همین دعایش هنوز به اون جنایت نکرده و خودی حضرت بهاءالله خودشون همیشه رد کرده تو کتابش و ولی یه چیز چه قبول کرده است که بعد از اون منم پیغمبر. این یکی. دوم این که چرا حضرت بهاءالله سه تا زن داشت و بقیه حق ندارن یه دونه زن بیشتر بگیرن؟ این دوتا. خب من اینو به شوخی میتونم بگم، چون ایشون دیده سه تا زن داشتن چه مکافاتیه به دوستانش پیشنهاد کرده این کار انجام ندید. شما در قسمت اولش میخواین بگید که با من متوجه نشدم چه جنایتی کرده که چه لهجه خوبی دارن ایشون. بسیار بسیار متشکرم ازشون که این سوالا رو کردن. میگن باب یه جنایتی کرده است که خیلی بد بوده. حالا ببخشید خواستم بگم که منم پدر مادرم اسپانی هستن. باب ببینید آخه این مثلا جواب واقعا نداد. جنایت کرد. 20,000 بابی در زمان باب کشته شدن. یعنی دولت ایران در اون زمان، دولت قاجار ناصرالدین شاه 20,000 بابی را یا تیکه تیکه کرد یا حلقاویز کرد یا اینقدر زدشون تا کشته شدن. یعنی ما یک جنایتی داریم از طرف حکومت به بابی ها. من نمیدونم که ایشون میگه بابی باب جنایت کرده. بابی که همین از همین شیراز شما اومده جنایت کرده یعنی چی؟ باب 6 سال اون به اصطلاح زمانش بوده. 25 سالگی میگه من بابم، مثلا 31 سالگی یا 32 سالگی میکشنش تو تبریز به دستور ناصرالدین شاه، به دستور امیر تقی خان امیر کبیر. این که ایشون میگه باب جنایت کرده من نمیدونم چی، برای همین من میگم من در تاریخ دخالت نمی کنم. برای همین منظور هست من در تاریخ دخالت نمی کنم، چون بلد نیستم، چون نمیدونم که ایشون ریسورسش مال کجاست. ای کاش گفته بودن که منم وقتی شنیدم نفهمیدم منظورشون چیه. یعنی جنایت کرده. بعد بهاءالله سه تا زن داشته در دوره های مختلف. اینم اون چیزی که من از تاریخم. بهاءالله سه تا زن در آن واحد سه تا زن نداشته هیچ وقت. ولی من نمیدونم. یعنی یه نفر میاد میگه آقا بیا من ثابت میکنم این جوریه، اون یکی میگه اینجا. ولی حرفی من دارم، ببین این ویدیویی که من درست کردم اینه. حرفی که بهاءالله میزنه میگه اینه اینا خوبه بده، میگه آقا یه زن باید داشته باشه، میگه باید تساوی حقوق زن و مرد باشه، میگه اینه. یعنی اگر تاریخی میخوان بحث بکنیم باید واقعا با یه تاریخدان صحبت بکنیم، ولی اگه میخوان درباره مطلبی که وجود داره و مشخص هست و اون چیزی که من گفتم اینا همین هست که من گفتم، هیچ چیز عجیبه. اون آقای فیروزی هم که درباره حکومت جهانی صحبت میکنه از یه نظر داره درست میگه. دیانت باهایی میخواد یه حکومت جهانی ولی نه مذهبی، یک حکومت جهانی درست کنه که جنگ از توش از بین بره، صلح جهانی بشه. میفهمین؟ یعنی یه اتفاقی بیفته که دیگه ما دوچار ترامپ و نمیدونم پوتین و نمیدونم تمام این مردان ابرقدرت مردان قرار نگیریم، بتونیم صلح و آرامش برای همه دنیا داشته باشیم، نه فقط برای آمریکا و من که تو کالیفرنیا هستم، برای اون بدبختی که تو سوریه هست. بسیار. اگر اینا بده خب بده، اگر هم که خوبه خوب، ولی حرفای به اصطلاح خاک خورده سالها قبل رو که بارها و بارها بهش اشاره شد. حالا نمیگم این شنوندهی به خصوص این حرف رو میزه، مثلا میگم با یا چراغ رو خاموش میکنن رو کله هم میفتن، نمیدونم جاسوس اینن جاسوس اونن اینه اون. یه ذره سعی کنیم از این پوستمون بیایم بیرون، بخونیم ببینیم معاشرت کنیم. بهتر از همه معاشرت با یه باهاییه، ببینیم که این تأثیر این دین توی این شخص چی بوده.
واقعا. بله بسیار ممنون. اجازه بدین که دنباله صحبت ایشون رو بشنویم ببینیم که سوال دیگه ای هم هست یا فقط نظر هست. بفرمایید. یکی تو خانوادش اختلاف شدیدی داشت، برخوردهای شدید، نمیخوام بگم چه، یه پیغمبری که نتونه اختلاف خودش رو حل کنه میتونه یه امت رو رهبری کنه؟ و بعدا چهارم این که میگن که حضرت بهاءالله سواد نداشته، درست، ولی کسی که سواد نداشته و مدت ها تو زندان بوده و همیشه این گریه میکنن که هیچ شکم هم روشن نشده، حالا میگن هیچ ده هزار آثار داره. من نمیدونم اینا کجاش در آورده، کجا بوده براش نوشته. این دارم خون سوال کنی و خیلی ممنونم از شما و همه بینندگانتون. قربون شما. بسیار ممنون از این دوستی که تماس گرفته. من درباره بی سوادی ایشون چیزی نشنیدم. میدونستم که به عربی مین بذار من اینو میدونم. این که بی سوادی یعنی این که بهاءالله در هیچ مدرسه درس نخونده. خب حالا ممکن در خونه درس خونده یا هر چی. ولی این سال آخر رو به اصطلاح وصلش میکنم به این قضیه که امروز توی فیسبوک دیدم که موزه بریتانیا نمیدونم چند دین کتاب و اثر به خط خود بهاءالله در موزه داره نشون میده. حالا بازم میگه این کار انگلیسی هاست، اینم البته میتونه درست باشه، برن دنبالش ببینن کار کی هست، ولی مسلمن این که این چیزهایی که به خط بهاءالله نوشته شده دیگه اینا میشه مشاهده، این مال 150 سال پیشه، 180 سال پیشه، مال خیلی وقت پیش نیست، قشنگ میشه فهمید اینا واقعا خط بهاءالله هست یا نه. و این مطالبی که حالا گفته و به خط خودش چی هست، یعنی مردم برن بخونن اون کتابا رو، بخونن اون مسائل رو بخونن و ببینن که واقعا مثلا درباره عرفان بهاءالله صحبت میکنه. مثلا یکی از کارهای دیگه که من انجام دادم یک CD یا DVD هست، CD هست که به اصطلاح حفوادی هست که بهاءالله گفته، و این قبل از اینه که اصلا اظهار پیغمبری اینا بکنه، یعنی در کوههای کردستان که بهاءالله بوده و اونجا تبعید بوده، همین جایی که الان جنگ هست و مرتب ده. در اون کوهها میره دو سال و دو اثر از خودش به جا میذاره، یکی چهار وادی، یکی هفت وادی، و هفت وادی بر اساس همون هفت وادی عطار هست و این اثر وجود داره و میشه گوش داد. من حتی یه مقدارش رو سیدی کردم با موسیقی و اینا، میشه گوش داد و بعد روی اونها آدم صحبت بکنه، بگه آقا این مثلا حرفی که این زده مثلا واقعا از نظر ادبی خوبه، بده، حرف درستیه، به کار مثلا فرض کن آیا در رابطه با صوفیگری این یه کار خوب بالاست، پایینه، یعنی میشه اینا نقد اینجوری کرد. ولی اینکه مثلا بخوایم بریم به اصطلاح اون فرد رو از بین ببریم به خاطر اینکه مثلا بگیم آقا این مثلا فرض کن شورتش رنگش خوب نیست، من خوشم نمیاد این کارو میکنه، یا اینکه چرا بهاءالله مثلا ریشش زیادی دراز بوده، اینا حرفای بچگانه است که باید بذاریم کنار. الان قرن 21مه، الان سواد در درجه عالیه، الان بچه‌های من 5 برابر من میدونن وقتی که سن من سن اونا بوده. الان دختر من میگه که مثلا فلانی در فلان جا در اونجای آفریقا این حرف رو زده، حرف خیلی خوبیه. اصلا ما کاری نداریم این حرف مال یه، بله همون که میگن دنیا دیگه شده یک ده. بله بله. و ما چرا باید بریم، این هست دیگه، اینا هست تو اینترنت، همش تو اینترنت، تمام آثار بهاءالله و عبدالبها توی اینترنت هست. بله. هم فارسیش، هم انگلیسیش، هم عربیش. بله. برید بخونید. یکی از عکسای شما رو دارم نشون میدم که شما رو با این چی میگن جوشن، چیه این کلاهی که گذاشتید سرتون، پرچمم این دستتونه، البته روی پرچم شلو کباب هست و این برم استوانه کوروش. بابت این پرچم شلو کباب آیا کسی به شما به اصطلاح اعتراض یا حمله نکرده؟
والا من یه ویدیویی درست کردم که شما هم پخش کردید. بله یادتون هست بله نه؟ بله. در مورد اینکه یه چلو کباب وسط این الان یه داستان دیگه رو باز میکنه آقای سوربی. حواستون باشه. بلکه اون وقت بعدم اون ویدیو رو هم بعد پخش بکنین اون وقت بیچاره میشید خودتون. حالا شما یه سری این ویدیوها رو بفرستین ما اینا رو پخش کنیم. ویدیویی هست که بله. من یه نمایشی داشتم. بله. نمایش باز خیلی طنز که در آخر اون نمایش میگم که ما چه سمبولی رو وسط پرچم ایران بذاریم که همه ملت ایران رو با هم متحد بکنه. و مثلا از مردم میپرسم تو اجراهای زنده که داشتم از مردم میپرسم چی میخوایم، مثلا الله بذاریم وسطش که الله هست، مثلا همه میگن اینجوری میکنن، مثلا شیر و خورشید بذاریم که خب مال قبل بوده، نمیدونم فروهر بذاریم، نمیدونم خوش آمدید بذاریم، چی بذاریم وسط اون پرچم که همه رو با هم متحد بکنه. بعد به این نتیجه میرسم که اگه چلو کباب بذاریم هممون رو با هم متحد میکنه، یعنی از احمدی نژاد گرفته تا منصور تایید که حتی ویجیتریانه ولی چلو کباب ویجیتریان میخوره و همه رو ما اینو گذاشتیم و یک آر میرم بر اساس اون آهنگ معروف ایرانی که ای ایران ای مرز پرگوهر ساختیم بر اساس چلو کباب که هموطنا در برکلی اینقدر خوششون اومد که ما اینو دوم و دوباره و سه‌باره گذاشتیم، ولی در ایرواین که ما اینو پخش کردیم چنان حمله ای تلویزیون ها به ما کردن و گفتن که شما بی احترامی کردین، دیسریسپکتفول بودین و و و اینا. اونجا هم من ترسیدم راستش، اصلا دیگه جلونم. و توی ویدیو چند سال پیش که اینو شما خودتون پخش کردین یه عده زیادی بسیار خوشش اومد، یه عده زیادی هم فوش و فوشکاری کرده بود. خب همین تفاوت برکلی با اروین رو نشون میده که بله من خودم اونو دیدم. من منتظر اون تلویزیون سننه بودم که امروز هم حتی به گفتم و اگر یه وقت کارهای جدیدی شروع کردید من ازتون خواهش میکنم که ما را هم در جریان بذارید. باز هم ممنونم که مهمون ما بودید. شما همیشه پشتیبان کار بودید و از این احساسی که دارید که به اصطلاح ما آمریکایی‌ها اوپن هستید که همه رو قبول میکنه، همه رو میارید، میذارین مردم قضاوت کنن، من واقعا کیف میکنم و خواستم اینو به همه خودتون بگم و به شنوندگانتون، به کسایی که تلویزیون شما نگاه میکنن، واقعا دست مریضا. من ممنونم از شما. من فکر میکنم بهترین کاری که میشه انجام داد و مخالفتمون رو با دیکتاتور نشون بدیم اینه که در رو باز کنیم، صحنه رو برای همه بذاریم، اونا هم رعایت کنن و بیان صحبت کنن. میخواستم بگم منتظر میشم تا اسرائیل وارد شود ولی دیدم خطرناک میشه. ما رو در جریان بذارید و از کارهای جدیدتون به اصطلاح استفاده کنیم. شما کاملا درست میگید، بهترین راه ارتباط همین طنز است. حتی حقیقتهای تلخ و ناگوار رو میشه به صورت طنز در میون گذاشت تا در موردش فکر کرد. مرسی که با ما بودید. آخر هفته خوبی برای شما و خانواده آرزو میکنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. یک چیز دیگه فقط من کوچولو بگم اگر که بفرمایید، وقتتون نمیگم. طنز خیلی خوبه، طنزی که من دنبال طنزی هستم که نیشش به طرف خودم باشه تا به طرف بقیه، یعنی از طنزهای خیلی سیاسی، طنزهای پایین تنه، اینا واقعا خودم سعی میکنم که بری بکنم، بر همین دنبال اون طنز هستم. اگه به آخر اون ویدیو هم نگاه بکنید، شما گفتین چیزی که ما واقعا از جمهوری اسلامی، اون آخر ویدیو میگم که special thanks to پپسی کولا کمپانی، بی بی سی، بهای برادکستینگ سرویس، نمیدونم MIS چی، اینا واقعا طنزه. اینا اون چیزاست که جمهوری اسلامی ما را به اون متهم میکنه و ما میگه آقا ما نیستیم، ما یه آدمای خیلی معمولی هستیم. برسلا... یه سوالی پیش اومد قبل از اینکه شما خداحافظی کنید، یکی از دوستان، چون شما گفتید با دوستان بهایی رفت آمد کنید، ایشون نوشته متاسفانه دوستان بهایی یه مقداری فقط خودشون داخل خودشون رفتار میکنن. اتفاقا این دوستمون هم شیرازیه هم الان کالیفرنیا زندگی میکنه،
شما درباره این موضوع چه پیشنهادی دارین؟ چگونه دوستان معمولی، حالا چه مسلمون، چه بیدین، چه مسیحی، میتونن با دوستان بهایی در ارتباط باشن؟ خیلی ساده زنگ بزنن با من تماس بگی، من باش صحبت میکنم. من یک نفر بهایی با من تماس بگی. دوستان بهایی باید اینا، البته اینجا بگم که اونا هم اشکالای خودشون رو دارن، اونا هم برای خودشون بابل درست کردن که البته نه اخیراً ولی خیلی قدیمتر، به خاطر اینکه خودشون رو میخواستن حفظ بکنن خیلی رفت آمد نمیکردن. اونها هم باید در خونهشون رو باز بکنن، در فیسبوکشون رو باز بکنن و با بقیه مراوده بکنن تا ما بتونیم این ارتباط رو بتونیم برقرار کنیم. الان یه چیزی که این دوتا خانومی که از زندان آزاد شدن به ما دارن میگن اینه که در زندان اینها دوستانی پیدا کردن مثل فائزه هاشمی. یعنی کی تصور میکرد که فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی، با این دوستان بهایی، با فریبا کمال‌آبادی و اون خانم محفش ثابت، اینا با هم رفیق بشن. اصلا جدا از این که باهایی هن اون مقنعه داره، این موهای بلند داره، این فلان، یعنی دوستی میره فرای تمام این قضایایی که وجود داره. و اگر که با هم دیگه دوست بشه، با هم دیگه چای بخوریم، اگه میخواییم بدونیم که باهایی نجس هست یا نیست، برید خونه چای بخوریم، اگه طوریتون شد نجسه، اگه طوریتون نشد نجس نیست. بله. این کاری بود که آقای نوریزاد کرد. آفرین کار آقای نوریزاد کرد. حالا آخرین حرف منم اینه، ای داد بیداد. از دست من یا از دست از دست خودم. از دست خودم. آها، این کتاب بود نه؟ چی؟ کتاب بودین یا فقط خودتون یه آخه این یه اثری هست از دوست بسیار خوبم. آها، مثل علی دادگر که آرتیست بسیار زبردستی هست و کارهای خیلی جالبی داره. اینو میتونم نشون بدم، بقیه نمیتونم نشون بدم چون حرفای توش روش نوشته که به تلویزیون شما نمیخوره. ولی ایتاد بیداد و رأی من کو و از این جملاتی که واقعا توی اینترنت هزاران بار اومده. متشکرم از شما آقای سرمی. به امید دیدارتون در واشنگتن یا شهر دیگه اگر آمدید، بالاخره ما در جریان باشیم، خوشحال میشیم ببینیمتون. خیلی ممنون. ممنون هستم. خدافظ. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای منصور تایید بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، باهاشون تماس بگیرید. و مخصوصا اون دوستی که گفت که، و آقای تایید هم تایید کردن که بهائی‌ها هم قبلا خودشون رو توی حبابی نگه داشته بودن. میدونید وقتی تو اقلیت هستید مجبورید اینجوری باشید. خود ما ایرانی‌ها اگر نگاه کنی یه حبابی یا یه بابلی داریم توی زندگی میکنیم. وقتی میبینیم با این آمریکایی‌ها رفت آمد نمی‌کنیم، با کشورهای دیگه رفت آمد نمی‌کنیم، باید اون حباب رو الان که دیگه آزاد هستیم باز کنیم، دیگران رو دعوت کنیم و به قول معروف بریم چای بخوریم، ببینیم حالا این نجس و طاهریش چی میشه. دوستان عزیز، اگر سوالی دارید از آقای تایید مستقیما با خودشون تماس بگیرید. اگه مشکل تماس مستقیم با ما از طریق پیام، از طریق تکست، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک میتونید تماس بگیرید. بریم دنباله برنامه ها رو با هم ببینیم. ضمن تشکر از آقای مسعود تایید، این طناز واقعا ایرانی ها که کاراش خیلی قشنگه و خیلی قشنگ هم گفتن، بدون بی احترامی به دیگران. چون من یکی از دوستانی که از همین منطقه هم بود، یه دفعه یک نمایشی به اصطلاح راه انداخته بود، بیننده ها ناراحت شده بودن که خیلی به کسای دیگه بی احترامی کرده و این بدترین نوع کاریه که یه نفر میتونه انجام بده. برای اینکه دو نفر خوششون بیاد، به یکی دیگه شما بی احترامی کنید. یه مقداری اوپن باشیم، کلمه قشنگی رو ایشون استفاده کرد، اوپن باشیم، باز باشیم، در قلبمون، در دلمون، در خونمون رو باز کنیم به دیگران. ممنون از شما. خب دوستان، پیام آقای خسرو بهرامی رو براتون میذارم. اون دوست اصفهانی هم اگر سوالای تکنیکی و بهایی دارید، با دوستانی که آمدن گفتن ما وارد هستیم، به اصطلاح صاحب منصب و کرسی هستن، کتابی دارن، با اونها تماس بگیرید، پاسخ میدن. و اگرم به صورت انتقاد و منفی گرایی میخوان درباره اونها صحبت کنید،
میتونید با دوستان دیگه‌ای که به اصطلاح حمله میکنن با اونها برید و این ماجرای اسم نوشتن، حزب درست کردن، اینها من بارها گفتم ای کاش اینایی که هی میان میگن این جنبش اون جنبش بیاد بگه آقا شما اگه میخوای بیای تو این جنبش باید اسمتو بنویسی، شماره تلفن تو ما داشته باشیم، تا وقتی یه نفر میره مجلس اینجا میگه آقا من نمیدونم 70 میلیون ایرانی با هم هستن، آقای جان کری قدیمی یا دیگران نندازنش بیرون، بگن قبل از شما یکی اومده بود اون میگه آقا 80 میلیون ایرانی با من هستن. ولی مطمئنم بهائی‌ها وقتی رفتن تو یونایتد نیشن و کاری کردن که الان بهائی‌ها اونجا اسم دارن، رسم دارن، به اصطلاح رجیستر شدن، این بوده که دفترشون رو نشون دادن، گفتن آقا ما اینقدر بهائی داریم، اینقدر حق داریم، نماینده داریم و الی آخر. ولی شما نگاه کنید این جنبش‌های عقب افتاده یکی پس از دیگری، همه میاد میگه 99% تو ایران طرفدار اینه، 99% طرفدار اونه، پس اون 1% که اینقدر قویه و باید ازشون سوال کنید شما چه موجود بدبختی هستید که حریف 1% نمیشید. پیام آقای خسرو بهرامی رو براتون پخش کنم و یه پیامی هم یه دوست دیگه گذاشته، بذارید ببینم اینه در رابطه با پست، شاید کمکی کنه به شما، چون خیلی اصرار کرده بود که اگر این پیامو پخش کنید شاید ضرر و زیانی که آقای شوری. سلام، خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، همیشه خوب بوده. میخواستم یه موضوعی رو بگم، این ما چیزایی که میفرستیم، هدایایی که تو ایران پست آفیس قبول میکنه بعدا برمیگرده، میگن تو ایران دیگه پست نمیره، بعد ما رو چارج کردن $22 پستچی میگه ریفاندم نمیشه. حالا میخواستم به ایرانی ها بگید که لطفا هرچی دیگه نفرستید، هرچی بفرستید پول پست، پول همین کارمزد پستی رو رفته حتما برمیگرده و ریفاندم نمیشه. از این طریق ایرانی ها میلیون ها دلار از دست نمیدن دیگه، سیو میکنن. خواستم لطف کنین این تلویزیون مردم تیوی یه بار دیگه یه کمکی باشه برای ایرانی ها، بگید که دیگه چیز نکنن. من از شما ممنونم، چه آهی هم بنده خدا میکشه، 200 خورده. خب لابد یه سری چی هم خریده فرستاده، حالا برگشته، ممکنه اینا دیگه حالا نمیتونه پس بده، به کار خودش نمیخوره. و چرا من تشکر میکنم از شما؟ دلیلش اینه که اگر یه اشکالی براش پیش آمده نمیگه بذار دیگرانم برن اونا هم ضرر بدن تا مساوی بشیم، میگه من ضرر دادم بیام بگم تا دیگران به اصطلاح این ضرر رو با چیزی بخرن، ببرن، پست کنن، پول بسته‌بندی بدن، بعدم پول تمر بدن، بعدم بره، بعدم دوباره برگرده. شنیدم که از کانادا پست انجام میشه، ولی یادتون باشه دوستان اینجا فردا یقتون رو نگیره آمریکا، بگی شما یه چیزی رو که ممنوع بوده فرستادید کانادا، کانادا فرستاده ایران، برای اونم دردسر بشه، برای شما دردسر بشه. امیدوارم یه روزی برسه، حالا که آقای ترامپ تو هوا هست یه کمی مغزش درستتر کار کنه، فکرش بازتر باشه، آخوندهایی که تو ایران هستن دست بردارن از این کارشون. 57 سال شاه و پدرش این کار کرد، نتیجهش رو شما خودتون دیدید. شما هم 40 ساله دارید این کار میکنید. پریروز بود یه ویدیوی اومده بود که با ماشین میره میزنه به موتورسیکلت. بابا شاه اقلا نمیگفت نمیدونم اون چی بود، کفر باقی میمونه ولی ظلم باقی نمیمونه، الکفرال باقی نمیدونم ولی ظلم فلان بیسار، یه عربی خیلی چیزی هم هست، همون آهنگی که محمد آقای فرهاد خونده بود و اینا، اولشون میگفت کفر باقی میمونه ولی ظلم باقی نمیکنه. شما دارید ظلم میکنید، دست بکشید تا کشورهای دیگه هم مردم ایران رو به اصطلاح باهاشون ارتباط برقرار کنن. متاسفانه این سران این کشورها ناداناش مثل ترامپ به جای اینکه سانکشن اسپیشل یا مثلا تحریم های مخصوص را بندازن، میان مردم ایران رو تحریم میکنن و اینها. برم که حالا باز آقای خسرو بهرامی گله میکنه که آقا شما
پیام منو پخش نکردید. دوستان اجازه بدین من یه چی به شما بگم. یاد بگیریم وقتی پیام میفرستیم، پیامو فرستادیم، حالا اونی که میگیره اجازه داره ازش استفاده کنه، تو برنامهش بگه نگه. این فرستادن شما لزوماً یک تعهدی برای اون نیست که هم پخش کنه هم همشو پخش کنه. خب من اگه اینجوری باشه 20 تا پیام که بیاد 23 دقیقه که خدا میدونه 10 دقیقه هم داره 60 دقیقه، 60 دقیقه من بشینم اینجا فقط پیام پخش کنم؟ بله. یه تلویزیونی اینجا داشتیم، تلویزیون رنگارنگ، تلفنی اتوماتیک درست کرده بود، هر کسی زنگ میزد 2 دقیقه فوش به همه دین و اینا میداد، اونا هم پخش میکرد، یه سری هم میخندیدن و یه سری هم وافور میکشیدن، یه سری هم تریاک میکشیدن، نمیدونم تو ایران میگفتن دمت گرم داری آزاد اون میکنی. من این کارو نمیتونم بکنم. شما پیام که میفرسی، حالا این پیام مال منه، اجازه دارم پخش کنم یا نکنم. شما مثلا الان 5 دقیقه و 8 ثانیه صحبت کردی، من اصلا ندارم چنین جایی رو که بتونم 5 دقیقه و 8 ثانیه تو برنامه‌ام. الان نگاه کنید تظاهرات ایران، یهودی ها مال ایرانی ها هستن، اون پیام بیننده ایرانی درباره پست خوندم، ورزش کنید با دوستان، چرا حرف ایکس رو برای مجهول استفاده میکنین، تقلب هیلری کلینتون، بازم از کوروش کبیر، موزه ها و کلاهبرداری هایی که میکنن. آقای مصطفی زاده نامه نوشته میخواستم بخونم، پیام بیننده اسفاری رو پخش کردم، خانم کوچولوی، دختر کوچولوی که سنتور میزنن، و راجع به سفر 12 روزه ترامپ، توییتر ترامپ که قطع شده بود ولی 11 دقیقه بعد وضع شد، و این اولین هشدار بزرگ بود که آقای ترامپ مواظب باش، ممکنه یه بچه کوچولوی، یه کسی بیاد از این ترامپ، از این توییتر استفاده کنه، یه چیزی بنویسه که دنیا رو به جنگ بکشه. مخصوصا الان با این اوضاع و احوال حتی سیستمای سکیور و امنیتی ممکنه مورد تهاجم و دستبرد و گزند واقع بشه. تو که باید هنوزشم تلفنش من فکر کنم هنوز از اون بلک بریه، چی از اون کوفتی های قدیمیه. در صورت بذارید ببینیم آقای خسرو بهرامی چی میگن، تا من یه بار با ایشون صحبت کنم و امیدوارم بتونم این دفتر رو ببندم، چون به نظر میرسه هر وقت که من توضیح میدم شما مثل که متوجه جواب من نمیشید، یه سوالای دیگه میکنید که همه اینا موقعی حل میشه آقا من حرف خودم رو میزنم، شما حرف خودتو بزن. آقای منصور تایید حرف خودشو میزنه، بیننده ها میگن منصور تایید درست گفت، خسرو بهرامی درست گفت، سربی مزخرف گفت. شما به من میگی سربی مزخرف نگو، بگو اینو بگو، من نمیتونم نقل قول شما کنم. یه کاری انجام میدم، اگه یه روزی خواستی تونستی پولی به من میدی، حقوقی به من میدی، نامرم مینویسی میدی دست من، من میخونم. ولی من اون کار انجام نمیدم. تا حالا صدها نفر خواستن به من پول بدن. آقا یک همشهری داشتیم، تیمسار ژاندارمری بود، یه روز زنگ زد که آقای سربی بیا بریم با هم نهار بخوریم، بعدم بریم پهلو رضا پهلوی و من میخوام شما رو ببرم جزء لشکر رضا پهلوی. گفتم آقا بنده سربازیمون کردم با افتخار، موقع جنگم با افتخار رفتم کارخونه های یخ رو درست کردم به خاطر اون تخصصی که داشتیم، و بنده لشکر هیچ کس نیستم. وقتی شما میری تو لشکر یه نفر که اون خودش لباس پوشیده باشه، اون رهبر باشه، بابای ایشون امتحانشو پس داده، بزرگ ارتشداران، آریار، نمیدونم فلان، فرمانده 3 نیرو، تا گفتن چه فرار. ایشون که نه دوره سربازی رفته نه چیزی، به پول باباشو، به پول ایران، به پول ایران اومده رفته اینجا با عزت و احترام هواپیما، شما برو کلاسای خصوصی. مگه این 3 تا عرب نبودن که هواپیما را انداختن زدن به چیز، رفتن با کلاس خلبان شده بودن. گوش کنیم آقای خسرو بهرامی، لطفا دقت کن عزیز برادر، اگه خواستی به من خبر بده، چهارشنبه بیا اینجا. شما میگی میخوای منو چالش کنی، چالش کنی. آقا من اصلا یه برنامه دارم، حرف میزنم، نمیخوام کسی اعتراض کنه، نمیخوام. مگه 100 تا برنامه اینجوری تو تلویزیون آمریکایی نیست؟ مگه هر کی حرف میزنه یکی میاد میگه آقا اینجا اشتباه گفتی؟ شما یوتیوبو داری، فیسبوکو داری، اگه میخوای از همین سکو استفاده کنی شرایطش اینه، وقت خودتو میگیری یا برنامه زنده یا برنامه از قبل ضبط شده. ببخشید که اینقدر صحبت کردم. از آقای حسن ارشاد میخوام چند دقیقه امروز وقت قرض کنم و این مصاحبه رو من با ایشون انجام بدم.
بفرمایید آقای بهرام. سلام عرض کردم آقای سربی، من بهرامی هستم از نیویورک، مزاحمتون میشم. برنامه گذشتتون رو دیدم، جالب بود و 6 صبح امروز دیدم گذاشتم یه ذره بیدار بشین، یه وقت مزاحمتون نشم. بجهت من میخوام با شما چلنج کنم راجع به کوروشتون که اینقدر میگین، راجع به برنامه هاتون اگه ناراحت نمیشین، دلخور نمیشین، جیغ بزنین. چون منم دلخور بودم ازتون، 2-3 بار تک کردم، چون من مسیج گذاشته بودم که پخش کنین. 5 تا مسیج گذاشتم، 2 تاش مال شما بود که طولانی بود، 2 تاش هم کوتاه بود، 2 دقیقه و 4 دقیقه، که شما اونا رو پخش نکرد. همینجا اولا قرار نیست کسی از کسی دلخور بشه. دوما دوستان ببینید، خود ایشون میگه 5 تا مسیج برای من گذاشته، 2 تا 3 تاش برای خود من بوده، 2 تا برای پخش کردن بوده. دوست عزیز، من اینقدر وقت ندارم. 20,000 نفر مثل شما دوست هستن که همشونم به یک مویزی گرمیشون میشه، به یک قوره سردیشون میشه. خود شما 2-3 هفته قهر کرده بودید دوباره. آقا اینجا قهر کردن نداره، اینجا شما میای حرفتو میزنی. شما اگه یه پیامی بفرستی بگی برای پخشه، من به شما میگم باید اینقدر پول بدی، بعد به بیننده ها میگم دوستان، مثل اون برنامه‌ای که دوستون از خلیج فارس میفرسته، مثل برنامه آقای چمنارا، راستی برنامه آقای چمنارا اون قسمتی که من با ایشون مصاحبه کردم تا هفته دیگه روز چهارشنبه پخش میشه. اینجوری عزیز من، شما به غیر از این که میخوای به من بگی چه کار کنم، میخوای اصلا سیستم تلویزیون مردم رو عوض کنی. کی؟ کسی که 1 روز سابقه تلویزیون نداره. شما بیا 2 هفته 3 هفته 4 هفته برنامه بذار. ببین همین که قراره سر وقت بیای اینجا، با خانمت ممکنه مسئله پیدا کنی، با بچه‌هات ممکنه مسئله پیدا کنی، سر کار ممکنه ضرر مالی بدی. اون وقت میبینی که بابا ماها چه از خود گذشتگی کردیم. من 2 تا مسیج برای شما فرستادم، شما پخش نکردی. پخش کردم. شما اونجایی که رسیدی تعریف از من کردی، گفتم آقا نمیخوام. من به دیگران میگم عادت کنید برید با اونایی مصاحبه کنید که ازتون ایراد میگیرن. ازتون ایراد میگیرن، نه اینه که بیا بگه آقا از کورشتون. آقا کورش کی؟ کورش نه مال منه، نه مال آقای چمناراست، نه مال شماست. شما میخوای درباره کورش صحبت کنی، بشین یه فیلمی بساز، 10 دقیقه ارسال کن، هزینه‌ش هم پرداخت کن، من پخش میکنم. من نمیدونم شما چرا کارهای ساده رو مشکل میکنی. شما که تو کار ساختمون و سنگ و نمیدونم بریدن سنگ و اینا هستی، شما سنگ به این سختی رو میبرید، به هر شکلی در میارید، ازش هر استفاده میکنید، ولی یه چیز ساده ای رو که من به زبون فارسی دارم میگم شما نمیخوای قبول کنی. آقا من با کسی چالش و چلنج ندارم. من بر اساس مطالعه ای که دارم هر قدم کم یه سری باورهایی پیدا کردم، حالا روی این باورها میام صحبت میکنم. اون یکی میگه آقا فرع رفته دوست پسر داشته، تو چرا میگی؟ میگم اگه گفتنش بده، ببین داشتنش چقدر بده. شما میگی که شما گفتی از کوروشتون، آقای چمنارا اومده اون ورش گفته، شما یه بود دیگه‌اش میخوای بگی، بیا بگو. بفرمایید. این گفتین دیگه از من تعریف میکنین، الان بیننده ها میگن آ این رفیقش زنگ زده مجد. آقا گفتن همین سعید بهبهانی معتاد عقب افتاده، وقتی که من میرفتم برنامه تلویزیون، این 8 تا خطی که داشتن شروع میشد اینجوری چشمک زدن. کامپیوتری که خود من پیشنهاد کرده بودم گذاشته بودن اونجا که نوبت رو رعایت کنیم، بعد سعید بهبهانی چون تو برنامهش هیچکی زنگ نمیزد، به داور گفت کوکا این فامیلاش زنگ میزنن. گفتم احمق، فامیلای من 2 تا برادر اینجا دارم، اصلا تلویزیون ایرانی ندارن، نگاه نمیکنن. تو اتفاقا دوست داری، فامیل داری، ولی کسی بهت زنگ نمیزنه برای اینکه داری حرف 30 سال پیشو میزنی. یه کتاب خوندی، همون کتاب رو تکرار میکنی. ولی من چه کار میکردم؟ به شما بگم، من میومدم درباره مسائل روز. شما از این بالا که من خوندم آوردم پایین، چند تاش مال امروزه؟ از پرواز ترامپ به هاوایی، تظاهرات در ایران، نمیدونم. اینجوری صحبت میکردم، ایران و دنیا، current affair. current affair یعنی جریانات روز.
این آقا هی یه شعری رو بلد بود و تو تنها درختی فلانی، تنها کسی که مشتاقشون بود خانم لیلا انصاری بود، هی به من زنگ میزد. میگم چرا به خودش زنگ نمیزنی؟ میگه جواب نمیده. گفتم خب این احمقی که به شما جواب نمیده وقت به حسودیش میشه. رفته بود یه جایی یه آقا رضایی بهش پول داده بود، گفته بود اینو بده برای برنامه سوربی. میگه خیلی ها، و این تنها نبود، آقای بهارم بود. میگه آقا سور من بلند میشم میرم نیوجرسی، خانومه آقای میاد میگه که این پولو بدید برای برنامه سوربی، و من تنها کسی بودم که احتیاج به پول نداشتم. من کارم چیزی دیگه بود، شغلم چیزی دیگه بود، قرارداد دولتی داشتم. از آقای حسیبی که الان دشمن منه سوال کن، آمد وقتی برنامه گذاشتیم خواست من $200 $300 بده. گفتم برای چی؟ گفت برای برنامه. گفتم من پول نمیخوام. گفت همه پول میگیرن، این تلویزیونای کالیفرنیایی و چیز بودن. گفتم بده به این بهبانی. گفت من اگر پول اضافی هم داشته باشم به این مردی که پدرسگ نمیدم، این میخواد بکنه تریاک کنه میدونم دوا و فلان اینا. سیستم مرد، شما یه سیستم دوست داری تو برنامه باشی. من میدونم آقا، بابا ما بیندر داندد، من 20 سال این کارو میکنم، دیدم کسایی که میان از دم در که میان میگن ما یه پیشنهاد داریم، پاشونه که میذارن میگن ما یه انتقاد داریم، یکم که میان رفتن میگن میشه برنامه رو اینجوری بسازی. الان یه دوستی هست به نام آقای رایان، میگه آقا اینجوری بساز. میگم آقا بیا 10 دقیقهش تو بساز. دوست خودمون مجید، میگم آقا شما هی نگو اینجوری، بیا 5 دقیقه برنامه بساز. همشون هم یه بهانه دارن، یه عذر موجه دارن، یکی میگه من سخنور نیستم، یکی میگه من نمیدونم قیافم خوب نیست. همشون ماشاءالله جوون خوش تیپ. شما که ورزشکار بودی، آقای خسرو بهرامی بازیکن فوتبال تیم تاج بوده اگه اشتباه نکنم، درسته؟ هنوز یادمه. در صورت دوست عزیز آقای بهرامی، با آقای مصطفی زاده تماس بگی. من فکر کنم آقای مصطفی زاده میتونه قشنگ سیستم برنامه داشتن، برنامه ساختن در تلویزیون مردم رو برای شما توضیح بده. اینجوری که شما میگی کار نمیکنه، که من اگه میخوام برنامه بسازم بگم آقا امروز راجع به تظاهرات ایران بگم یا نگم آقای بهرامی، این من دیگه اون موقع تهیه کننده نیستم، من میشم انکر. میدونی چیه انکر؟ یعنی گوینده. فقط من گوینده نمیخوام باشم، من میخوام مجری برنامه باشم و تهیه کننده برنامه. شما میخوای منو تبدیل کنی به گوینده. من گوینده نیستم آقا. اگه میخواستم گویندگی کنم میرفتم 4 کلمه انگلیسی یاد میگرفتم، میرفتم خودم رو توی کانال یه جای آمریکایی گورگون میکردم. من میخوام اینجا بیام حرف دلمو بزنم، بگم اگه آخوند امروز اونجا نشسته، این آخوندا فرزند خلف شاه هستن، فرزند خلف فرح هستن. یه احمقی میاد عکس آخوندار رو با افتخار نشون میده که داره دست فرح رو ماچ میکنه، این مایه ننگ رژیم پادشاهیه. بعد شاه اللهیم میاد میگه چرا آقا از اینا چیز نمیگه؟ آقا از اینا گور پدر از اول تا آخریش، از اینا بدیش همینقدر که بنده در دوره شاه دوتا برادرم اینجا بودن، گفتن بیا، گفتم برای چی بیام؟ ولی در دوره اینا هرچی هم خواستم بمونم نشد. کار دولتی داشتم، ماشین نو داشتم، خونه پی آف داشتم، همه رو ول کردم اومدم اینجا یلو پیج پخش کردم که 15 سنت میداد از این خونه به اون خونه باید تو سرما میرفتی. بابا یکم انصاف داشته باشی. حالا یه میکروفونی گیر من اومده، یه دوربینی گیر من اومده، میام حرفمو میزنم و انقدر آزاد منش ازم. به شما میگم آقا شما هم حرفتو بزن، شما میگی نه سوربی تو خفه شو یا برو اون و یا سوربی تو بشین، چون من تنبلم وقت ندارم دنبال پولم، من به تو میگم چی بگو. اینجوری کار نمیکنه متاسفم. بفرمایید. شما برنامه‌ای که اجرا میکنین آقای سوربی همه چی عنوان میکنین، ولی برگردیم به 6 ماه برنامه خودتون رو توجه کنین و همش از شاه و مجاهدینه. بابا شما میگین این آخونده انقلاب کردن، اینا انقلاب دزدیدن. ببینید من کی گفتم آخونده انقلاب کردن؟ من گفتم مردم انقلاب کردن. آخونده تونستن برای مردم ثابت کنن که شاه اینجوری پول برده، اینجوری فلان کرده، ما اینجا وقتی اومدیم جامعه بی طبقه توحیدی را میندازیم، و این ترامپ که اینجا پیروز شد آخونده هم اونجا پیروز شدن. اگه امروز یک کسی بگه ترامپ انتخابات رو دزدید، به اونم میگم آقا ندزدید، با سیستم اینجا اومد گرفت. بعد عزیز من میشه شما از خودت سوال کنی چرا تلویزیونی که حالا به قول شما میگی 6 ماه برو عقب‌تر،
من میگم 20 سال برو عقب‌تر، از روز اولی که من و آقای کلهور رفتیم تو تلویزیون رنگارنگ و یه خانمی زنگ زد گفت به به چه جوانای اومدن و بالاخره دو تام جوان اومدن تلویزیون و فلان اینا، آقا شما دید سیاسیتون چیه؟ گفتم دیدی ندارم، من تو ایران تو کشوری بودم که تو هیچ حزبی نبوده که ثبت نام کنیم، یه حزبم بود گفت ثبت نام کنیم، گفتیم ما نمیخوام، وقتی تک حزبیه گرفتن بردن اون ساواک، پس من دید سیاسی ندارم. دومی زنگ زد گفت آقا اگه سیاسی نباشیم که ما حیوانیم، فقط حیوانه که سیاسی نیست. اتفاقا حیوانم خیلی سیاسیه، خر و اسب و شتر و فیل با اون هیکلشون که با یه لگد میتونه بزنه تو رو هم از نسل ناقص کنه هم از جون ساقطت کنه، میاد برای تو کار میکنه چون میخواد الفش بدی، پس اونم سیاست داره. ولی دوست عزیز از خودت سوال کن سوربی چه چیزی داشته که من 6 ماه پیش رو نگاه کردم امروزم دارم نگاه میکنم. آقا یه چیزی داشته دیگه، حالا خودت بیا 4 تا برنامه بذار ببینیم کسی به برنامه 5مش میرسه، کسی اصلا برنامه قبلی شما رو یادش میاد. بابا قبول کنید شما دوست داری تو تلویزیون باشی، دوست داری حرف دلتو بزنی، ولی تا امروز از پول نگذشتی، از وقتت نگذشتی. این که من 100 دلار بفرستم سوربی برای من این حرف بزنه امکان نداره. من اگه میخواستم برای کسی حرف بزنم میرفتم برای رضا پهلوی حرف میزدم، میرفتم برای رجوی حرف میزدم، میرفتم برای چند تا، یکی دوتا میگه نداری. بفرمایید. سوری ما فقط دوتا جنبش نداشتیم، ما 50 تا گروه سیاسی داشتیم تو ایران، ولی این آخونده زرنگ. شما میگی 50 تا، من 40% به تخفیف میدم، 40% تخفیف. 30 تاشو اسم ببر. دوستان عزیز وظیفه آقای خسرو بهرنامی 30 تا جنبش رو برای من و شما نام ببره. بیا دیگه خودت ببین. یه چی هم بهت بگم، خیلی مواظب باش تو این تلویزیون وقتی یه کلمه ای میگی یه کسایی هم مثل خودت پیدا میشن گیرت میندازن. شما میگید 50 تا داشتی، من میگم آقا 40% تخفیف، 60% 50 تا میشه 30 تا. 30 تا جنبش رو اسم ببر، بعد ملت بگن اصلا ما نمیشناختیم، اینو میشناختیم، اونو نمیشناختیم. آقا 4 تا 5 تا جنبش بوده، بدبختا اینا هر کدومشون یک کتاب خونده بودن، با همون یک کتاب فکر میکردن دنیا رو میفهمن، بعدن تازه نفهمیدن. آقا تو که رفتی شوروی رو خوندی، شوروی بعد از 70 سال، تو که رفتی کوبا رو خوندی، کوبا پدر مردمش رو در آورد، بله دکتر داره باسواد داره، ولی دکتره داره لخت میگرده تو خیابون، خونه هاشون نگاه کنید انگار جنگ، انگار بمب انداختن، ماشیناشون رو نگاه کنید انگار ماشینای انگار ندن، ماشین های 60 سال پیشه، هی جوش میدن، هی باد میزنن، هی لاستیک، هی چیا قاچاقی میارن سوارش میشن. کدوم جنبش شما میگی؟ و اصلا من بلد نیستم آقا، بلد نیستم. شما من میگی آقا شما چرا راجع به برق صحبت میکنی، یه مقدارم راجع به ساختمون صحبت کن. آقا بنده ساختمون همیشه بدم میمد ازش، رشته برق رفتم، البته میخواستم برم مکانیک، رشته برق رفتم، بلدم اینو میگم. حالا شما ببین چقدر غیر منطقی هستی که به من میگه آقا برق رو نگو که میدونی، بیا ساختمونو که من میدونم اون تو بگو. بعد چه برنامه مزخرفی میشه. دوستان لطف کنید راجع به آقای بهرامی نظراتتون رو بنویسید، پیام بذارید تا من در برنامه آینده پخش کنم. برنامه آینده روز دوشنبه آقای امیر هوشنگ آریانپور با ما خواهند بود، بعد روز چهارشنبه اگر آقای بهرامی خبر بدن یا بیان یا با اسکایپ با ما خواهند بود. روز چهارشنبه تا امروز 99% قرار کوروش هم با ما باشه. بفرمایید. باز کردم با دست داشتن انگلیس و آمریکایی نشونه کردم به قدرت رسیدنم. 10 سال پیشم که با شما انترویو کردیم، شما اومدم من با شما مصاحبه با من کردیم، من بهتون گفتم همه اینا زیر سر توده بود، حزب توده، همه حزب رو لو داد، اینا هم نشستن رو قدرت. شما گفتی ما گوش کردیم، حالا با چه کار کنیم؟ حزب توده که رئیسشان که بعد که رفت زندان مثل که با آخونده دست یکی بود، کی بود مثلا کیانوری که چی بود فامیلش من نمیدونم. خب چه کار باید بکنیم؟ شما اومدی گفتی
بعدم رفتی. آقا یه جنبشی را بنداز، جنبش 50 جنبشان، شما باشو رهبرش، پول داری، خوش چی میگن، خوش اندام و خوش هیکل و هندسام هستی، برو دنبالش. من نمیدونم شما مشکلت چیه، وقتی من ندونم مشکلت چیه، مثل شما بری توی مطب دکتر بگی آی دکتر من صبح تا الان نشستم اینجا، اون یکی میاد با پای شکسته، اون میاد با اون، هی دکتر میگه آقا شما اشکالت چیه، دوباره نمیگی. تا حالا دوستان ببینید آقای بهرامی، من این پیامو اگه بتونم روی چیز میذارم جدا 5 دقیقه شما بشنوید گوش کنید، ببینید من پیام ایشونو که گوش میکنم چه کاری باید انجام بدم. آقا طرف پیام میذاره 26 قسمت تا حالا برنامه اجرا کرده، بعد میگه به آقای چمنارا بگو من تو برنامه 34 تهیه میکنن، میرن دنبالش، زحمت میکشن، حالا شما برو دنبالش. این هومورک آخر هفته، این تکلیف شب میگفتن، هومورک میشه تکلیف منزل دیگه، شما برو دنبالش، 30 جنبش رو اسم بنویس برای ما بیار، که بنده که سرباز حکومت نظامی بودم وقتی با جسه و با کلت میمدم تو خیابون با 14 سرباز، میدیدم این مجاهده، این مجاهده که تو زندان بوده، این نمیدونم تودهیه، این فلانه. آقا ما هرچی دیدیم دیدیم از مسجد را میفتن میان. آقا مجید درسته، مسجد حبیب، مسجد رضا، مسجد ابوالفضل، شما یه دونه شبنامه بیار به من نشون بده که حزب توده نوشته باشه از دفتر حزب توده حرکت میکنیم، ولی من 100 برات پیدا میکنم که نوشته بود از مسجد حبیب حرکت میکنیم، میایم اینجا، میایم اینجا، وقتی اینا حمله کردن از اینجا شروع میکنیم. و اصلا حالا اینا چه دردی از من و شما درمون میکنه تو آمریکا؟ شما تو نیویورک نشستی، منم تو واشنگتن نشستم، چه دردی رو درمون میکنه؟ براتون هم گفتم اگه شاه اللهیا چون آخوندا بدن کفن دوزن، اینا اومدن میگن ما اگه کفن رو میدوزیدیم دیگه تو قبر پدرتون نمیریدیم. من میگم آقا کفن دوزی بده، ولی بعضی ها میگن صدر احمد به کفن دوز اولی، شما هستی انتخاب کنی، برو آقا دنبال کفن دوز اولی. من میگم کلن کفن دوزی بده، وایسیم تا یکی بیاد کفن دوز نباشه. بفرمایید. چی از شما بند نکنید به شاه و مجاهدی. آقا به شما چه؟ شما چه کاره هستید در مملکت آمریکا که به منی که عمرم رو گذاشتم روش ریسک کردم اومدم اینجا که آزاد باشم، شما به من میگی نگو درباره مجاهدین؟ چرا نگم درباره مجاهدین؟ چجوری به خودت اجازه میدی به من میگی شما بند نکن؟ من به هر کسی دلم بخواد بند میکنم. از خدا بالاتری داریم تا دیگه هر کیم پایین تره. شما چجوری به یه نفر جرأت میکنی؟ یعنی جرأت نمیخواد به خودت اجازه میدی که به یه نفر بگی آقا اینو نگو؟ آقا اون میگه، شما مخالفی؟ مخالفشو بگو. یه تلویزیون باز کن، میخوای بیام برات نیویورک یه تلویزیون باز کنم $5,000 بده گوشه آفیست قشنگ، یه ستاپ مثل اینجا، یه دوربین خوب $1,000 این روزا با $600 بهترین دوربینه، نور و اینها، زور تا زور، یا هر وقت وقت کردی بیا بشین، 1-2-3 بارها نشون دادم با 3 شماره مثل مولینکس، چی بود مولینکس بود؟ اون جاروی مولینکس بود، یه چیزی بود فشار میدادن گوشت خرد میکرد، میگو 1-2-3 با 3 شماره، هر کسی که بلده ماوس رو فشار بده، من با 3 شماره برنامه رو میذارم تو کامپیوترت که بشینی 1-2-3 برنامه اجرا کنی. ولی به این اون نگو چی بگن چی نگن. خب اینجوری باشه، شما به آقای شهرام همونم میگه آقا تعریف رضا پهلوی رو نکن، به اون یکی دیگه کمونیست هم میگه تعریف فلان نکن، هیچی، همه ببندن، یه تلویزیون باز میکنیم به نام آقای خسرو بهرامی، خودش هم نمیاد. این دیگه خیلی خنده داره، خودش هم نمیاد، فقط میگه که برید راجع به 50 جنبش بگید اینا دزدیدن. واقعا من اصلا شاخ دارم در میارم. بریم 17 دقیقه از وقت آقای ارشادم گرفتیم. من راجع مجاهدین مسیج گوشتم که میخواستم پخش کنین که عزیز من، پخش کردن دست شما نیست، همینم که من میخواستم پخش کنم، شما چون چیزایی که میگی غلطه اعصاب من خورد میشه، من کار نمیکنم. آقا من شما به بچه هامون تو آمریکا نمیتونیم بگیم چه کار کنه، 18 سالش که شد اگر قرصشو نخورد شما
پلیس هم بیاری بگی آقا این سرطان خون داره باید این قرص رو بخوره، پلیس میگه چند سالته؟ میگه 18 سال. میگه شدب، به تو میگه شدب، خفه شد، ساکت باش. این خودش تصمیم میگیره. اون وقت شما به من 61 ساله میگی من اینو فرستادم که پخش کنی؟ شما 5 تا 6 تا ویدیو فرستادی، اسمش بوده تو برنامه ها اعلام کردم، پخش کردم، رکورد همش هم هست. تا سال 2013 میخوای من رکورد ها رو بهت نشون بدم، لاگ بوک رو بهتون نشون بدم؟ آخه بابا جون، آخه شما درس خونده مملکت ما هستی، شما مهندس برنامه مهندس مملکت ما هستی، شما تو آمریکا بیزینسمن ما هستی. آدم قطع امید میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه پیام ایشون دلیلی بشه که من خودکشی کنم یا احتمالا شما هم چند تاتون تا حالا خودکشی کرده باشید، اجازه بدید برنامه رو تموم کنیم و بریم سراغ آقای حسن ارشاد. و بعد از حسن ارشاد هم چند تا ویدیو داریم، ویدیو آقای چمنارار هم تا روز چهارشنبه پخش میکنم. فقط احترام به فیسبوکی‌ها، چون گفته بودیم بیایم اینجا، آیا بهائی‌ها در ایران، اگه اینا گفتم سوالایی که قسمت مذهبی و اینها را از خودشون سوال کنی، پرسش من اینه که چگونه است این افراد فقیر مسلمان جان چهارمی هیچ کدام عقیم و نازا نیستن؟ این یه سوال بی خودیه. مگه قرار بوده عقیم باشن، نازا باشن؟ اونی که پول داره معمولا هم وقت نداره بچه درست کنه، هم به خاطر پولش فکر میکنه که بچه درست کنم خرج داره، هم خودخواه هستن. اونی که فقیره تلویزیون نداره، شب زودتر میخوابه، خب دو ساعت بیشتر برای بچه درست کردم، از اون ور میگه بچه درست کنم فردا بیان کمکم کنن. این فرهنگا هست. این سوال شما رو من متوجه نیستم و قرار نیست اینجا من بتونم به همه سوالا پاسخ بدم. یه بار دیگه از شما دوستان ممنون و متشکرم. اجازه بدید که یه دوستی از ایران زنگ زده، میخوان با هم گوش بدیم. 011-98 مال ایرانه دیگه، نه؟ بذارید ببینم. نه بذارید برای بعد، چون ما میگم تجربه که داریم، بذارید پیام‌ها رو شنیده باشیم بعد تو برنامه آینده استفاده کنیم. از شما ممنونم که با ما بودید. از آقای حسن ارشاد عذر میخوام که برنامه شد دیرتر، اصلا صدام گرفت. آقا حال ما رو گرفتی آقای بهرام، اگه اومدی اینجا باید یک نهار حسابی برای من بخری. دوستان عزیز، آخر هفته است، مواظب خودتون باشید، مواظب مشروب خوردنتون باشید، جوری بخورید، اندازه‌ای بخورید که خودتون یا دیگران به بیمارستان و قبرستان و زندان منتهی نشند. همه دوشنبه باز شاد و شنگول برگردن سر کارشون. روز و روزگار بر شما خوش.